درود و عرض ادب خدمت همه همکاران و عزیزان حاضر در جلسه، همینطور هموطنانی که از طریق کانال یوتیوب و همچنین تلویزیون بشریت ما رو به صورت زنده دنبال میکنن و یا در آینده ما رو خواهند دید. امروز در خدمت شما هستیم با جلسه ویژه هماندیشی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو با موضوع حق اعتراض، هویت مشترک و آینده اعتراضات سراسری ایران. امروز سه‌شنبه 22 نوامبر 2022 برابر با 1 آذر 1401 و از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم. امروز در خدمت سرکار خانم دکتر رها ثابت هستیم و از صحبت‌های ایشون استفاده خواهیم کرد در این زمینه و از همه همکاران هم دعوت میکنم که در جلسه هماندیشی حضور فعال داشته باشند. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، لطفا بفرمایید. خیلی ممنون، خوشحالم که یک بار دیگه هم در کنار شما هستم و میتونیم با هم یک گفتمانی رو داشته باشیم. طبق همیشه ترجیح میدم که یک کوتاه درباره موضوعی که میخوایم صحبت کنیم با هم گفتگو کنیم، با هم دیگر رو خدمتتون عرض کنم و بعد در اختیار جمع با هم باشیم و با هم یاد بگیریم نسبت به موضوع. موضوع امشب در واقع خیلی سعی میکنه هم حال رو در نظر بگیره و هم آینده جنبش یا خیزشی که در ایران هست و تحولاتی که در حال اتفاق افتادن هست و اتفاق هم خواهد افتاد به صورت یک فرایند. یعنی سعی میکنه این در واقع خیزش در ایران رو بیشتر به صورت یک فرایند در حال تکامل و رشدی ببینه که با یک آینده روشنی روبرو هست. تحلیل شخصی من به عنوان یک جامعه شناس سیاسی این هستش که روایت مشترکی در حال ساخته شدن در ایران هست که از دو بُعد قابل کاوش و اهمیته. اولین بُعدش در واقع این هستش که اکثریت قریب به اتفاق مردم از اقشار مختلف، سنین مختلف و اقوام مختلف بیش از پیش خواستار تغییرات بنیادینی در ابعاد مختلف زندگی خودشون، چه بُعد اقتصادی، چه اجتماعی و چه آموزشی و در نهایت نظام سیاسی هستند. دومین بُعدی که قابل صحبت هست و من میخوام روش تاکید بیشتری داشته باشم اینه که اگر پرسشگری در بین این جامعه در جامعه ایرانی اتفاق افتاده که منجر به یک خیزش مداوم، یعنی خیزش کنونی یکی از طولانی ترین خیزش هایی هستش که ما میبینیم اتفاق افتاده برای تغییرات، اگر چنین در واقع اتفاقی رقم خورده به دلیل رشد قابل ملاحظه فکری هستش که در اکثریت قریب اتفاق مردم ایران اتفاق افتاده و میتونیم بگیم این رشد فکری در واقع یک پاسخ طبیعی بود به ناملایمات، محدودیت‌ها، رنج‌ها، مشکلات و فشارهایی که نسل‌های جوان در ایران در طی 14 دهه گذشته با اون روبرو بودن و حالا در واقع به صورت ثمره از اون رنج‌هایی که کشیدن این رشد فکری و این بلوغ در مردم ایران اتفاق افتاده که برای تغییرات باید در کنار همدیگه بایستن و مقاومت کنن و از اون بالاتر چیزی که داریم میبینیم اینه که حتی بدون هیچ نوع امکانات ارتشی با جان خودشون در برابر این برای به وجود آوردن این تغییرات در واقع دارن مبارزه میکنن. این رشد فکری یا این روشن فکری در واقع این رشد که قابل توجهی که در جامعه ایرانی به وجود اومده هم قابل توجه هست و باید بهش پرداخته بشه و بتونه تداوم پیدا کنه و هم نگران کننده است. نگران کننده بودنش رو فکر میکنم هممون میتونیم حدس بزنیم چرا. یکی از دلایل مهمی که داره اینه که در واقع
اون چرا که مردم ایران به پرسش کشوندن اون رو و براش دارن تلاش میکنن، در واقع اون ناکارآمدی سیستمی هستش که نمیتونه رفاه کل رو در نظر بگیره، اون تفاوت فقیر و غنی، این فاصله خیلی زیادی است که بین فقیر، طبقه فقیر و غنی اتفاق افتاده، مسائل اقتصادی خیلی، یعنی چرخه معیوب اقتصادی که وجود داره، آموزش و پرورش رقابتی که هست و به شدت کنترل میکنه آزاد اندیشی و دسترسی به دانش، انواع دانش در دنیا، و حتی به شدت اون محققین مورد پاسخ، یعنی محققین و دانشجویان مورد پرسش قرار میگیرن از جانب سیستم. این چیزایی نیست که فقط مربوط به کشور ایران هست. اگر یک ذره نگاهمون رو، دامنش رو وسیع تر بکنیم، به همسایگان ایران میتونیم برسیم که همین حالت رو دارن. و حتی میخوام بگم برای کسانی که تجربه زندگی کردن در کشورهای مثلا پیشرفته رو دارن، میتونیم ببینیم که تا اندازه این در واقع ناکارآمدی ها یه سیستم قابل دیدن هست وقتی که به موضوع پناهنده ها و یا رنگین پوستان و یا در واقع مهاجرین اقلیت ها در واقع منظورم هست میرسه، و به خصوص وقتی که ما اون رو در ناکارآمدی معاهده های ملی و بین المللی میبینیم که هدفش در واقع به وجود آوردن تغییراتی در کشورها، در بین کشورها، در داخل خود کشورها و در بین کشورهاست، ولی در حد امضاهای روی کاغذ باقی میمونه و بیشتر از اون نمیره. اون قسمتی که امشب من میخوام روش بیشتر فکر میکنم میتونیم روش صحبت کنیم، البته که روی تمام ابعادی که صحبت کردم خیلی مایلم که افکار دیگه، افکار همه شما رو بشنوم، ولی این موضوعی هستش، رشد فکری هستش که داره اتفاق میفته. همه ما میدونیم که حتی از عصر روشنگری اگر فقط شروع کنیم، هر زمان انقلاب و یا تغییر بنیادینی به وجود اومد، ریشه اون در تغییر فکری بود که اتفاق افتاد. بنابراین تغییر فکر یک فرایند قابل رشدیه که باید تغذیه بشه و باید پرورش پیدا بکنه تا بتونه اون تغییر رو به وجود بیاره. و اگر ما این رو در واقع بهش توجه نکنیم، یک قسمت خیلی مهمی رو برای امیدوار بودن به اینکه میتونیم تغییرات رو به وجود بیاریم از دست دادیم. این نحوه فکر کردن اصولا زمانی تغییر میکنه که سوالاتی که ما میپرسیم تغییر میکنه. یعنی حالا وقتی میگم ما، منظورم قطعا در یه سطحی از جامعه یه گروهی زودتر این سوالات رو میپرسن و بعد به طبقات مختلف مردم میرسه. و این سوالات، وقتی سوالات اساسا تغییر میکنه که تمرکز از روی منافع فردی برداشته میشه و به مسائل عمیق‌تری که رفاه کل رو در بر میگیره نگاه میشه. بنابراین این تغییر در تفکر یا تغییر در پرسش هایی که مردم میپرسن یا گروهی از مردم شروع میکنن به پرسش کردن، خواستن درباره خیزش کنونی، این جوانان بودن که دهه 80 یا 90 بودن که این کار را انجام دادن، یعنی نیاز به در واقع این که اون چه که داره دیده میشه، روابطی که داره دیده میشه یا تعاملاتی که در بین مؤسسات، جامعه و مردم داره دیده میشه، پاسخگوی نیازهای حقیقی مردم نیست. بنابراین پرسش ها عوض میشه و خواستار تغییرات میشن. اینکه اگر سوال بشه چطوری ما میتونیم ببینیم که سوالات عوض شده و نحوه تفکر کردن تغییر کرده تا این خیزش تا به امروز برای بیش از 70 روز ادامه پیدا کرده، میتونیم اون رو در یک بار دیگه فکر کنم توی یک از برنامه ها اینجا بررسی کردیم، در شعارهایی که مردم میدن ببینیم. فارغ از شعارهایی که به نوعی شاید خشونت کلامی داره ولی به تعدادش هم زیاد نیست، بقیه شعارها اصولا ارزشی هست و به دنبال این هستش که یک
نحوه تفکر جدیدی رو وارد جامعه بکنه. مثلا خود همین شعار آزادی، زن زندگی آزادی، یا شعارهای دیگه ای از امثال اینکه ما پشت همدیگه هستیم و یا پشت یک قومی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته. نشانه دیگه ای از اینکه سوالات عوض شده و یا تفکرات بنیادین در واقع خودش رو نمایانگر کرده در نمایش پرفورمنس هایی هستش که میتونیم ببینیم، در سرود ها و آهنگ هایی هستش که ساخته میشه، در پیغام هایی که در نت های اجتماعی، در واقع فضاهای اجتماعی رد و بدل میشه. و اساسا میتونیم ببینیم که چطوری یک گفتمانی در رسانه شکل میگیره و مردم به وسیله این گفتمان افکار خودشون رو غنا میبخشن و میتونن همدیگر رو امیدوار بکنن برای ادامه اونچه که به دنبالش هستن، برای تغییرات بنیادین. از یه بعد دیگر میتونیم این مسئله رو نگاه کنیم که وقتی این سیر تکاملی، این سوالاتی که داره پرسیده میشه یا تفکری که داره شکل میگیره، تفکر جدیدی که داره شکل میگیره، در نقطه اوج خودش در واقع یک هویت مشترک رو در بین مردم ایران یا در جامعه ایرانی به وجود آورده که فکر میکنم یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین دستاوردهای خیزش کنونی هست. یعنی چیزی جامعه ایرانی امروز، این هویت مشترک یا روایت مشترکی که داره ساخته میشه، چیزی فراتر از تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و حتی بعضن احزاب سیاسی هست، به نوعی که فارغ از هم تمام این پیشینه‌های متفاوت، افراد به دنبال اون تغییر بنیادی هستن که ارزش‌های مشترکی رو در واقع در بین اونها ترویج میکنه. و این حقیقتاً یک دستاورد باشکوه هست، هرچند که به قیمت خیلی گرانی داره به دست میاد، یعنی با جان کودکان و جوانان و زنان و مردان. اما سوال اینجاست، همه ما میدونیم که باید شکلی که یاد گرفتیم، نه فقط مردم ایران بلکه در سرتاسر دنیا، شکلی که یاد گرفتن و متداول هست برای به وجود آوردن تغییرات، در واقع اون اجتماعاتی هستش که انجام میدن در فضاهای عمومی و اخیراً حالا به خاطر پلتفرم‌های اجتماعی که هست در نتورک‌های اجتماعی یا فضاهای اجتماعی. اما سوال اینجاست، آیا قطعا میتونیم پلتفرم های دیگه پیدا کنیم؟ اما چطوری میتونیم این هویت مشترکی که ساخته شده رو به طور طبیعی در فضاهایی پرورشش بدیم و عمیق‌ترش بکنیم که به دور از نگاه‌های سلطه‌آمیز یا نگرانی از دستکاری شدن و یا جهت‌دار شدن مطالب هست؟ همه ما به خوبی متوجه این قضیه هستیم که رسانه ها چه در داخل و چه در خارج، اصولا رسانه ها فارغ از اینکه داخلی یا خارجی هستن، یک جهتگیری دارن و بر طبق منافع کسانی که صاحب قدرت اون رسانه هستن اصولا سعی میکنن اخبار یا وقایع رو اغراق‌آمیز یا بعضا نادیده بگیرن یا یه چیزی در میانه. این که اون چی که در اتفاقی که در ایران داره میفته، این خیزش بتونه واقعا حقیقتا ادامه پیدا بکنه و بتونه به یه سرانجامی برسه که یک آینده روشنی باشه برای به وجود آوردن تغییرات بنیادی، سوال اینه در واقع که چطور پلتفرم هایی رو میتونیم شناسایی کنیم که به ما کمک کنه فارغ از این دستکاری شدن ها یا جهت‌دار شدن ها یا دیدگاه های سلطه آمیز، بتونه یک گفتمانی رو در بین مردم ترویج بکنه که در این گفتمان ها افکار تغذیه بشن و این افکاری که تغذیه میشه به نوعی بتونه وحدت رو از سطح این سطحی که هست به یه سطح بالاتری ببره، این اتحاد رو، امید رو برای به وجود آمدن تغییرات همواره به یه سطح بالاتری ببره، حمایتگری رو از مرتباً تقویت کنه، یعنی تعداد بیشتری از
اقشار مردم ایران، حتی کسانی که تا به حال به دلایل مختلف ساکت بودن، بتونن وارد این جریان بشن و حمایت کنن و در واقع این فضایی که به وجود میاد برای گفتگان و پرورش یا تقویت این تغییر افکاری که در حال حاضر به وجود اومده، بتونه فضای امنی باشه برای همه. چون ما میدونیم به هر حال گروهی از مردم، حالا به هر دلیلی، اگر در هنوز ساکن هستند و قابل احترام هست، اما در این میان سالان یا افراد بسیار مسن یا ناتوان، کسانی که ناتوانی های مختلف حال جسمی یا عقلانی دارند، و کودکان و نوجوانان به شدت مایل هستند که در این جریانات وارد بشن، ولی به هر حال فضای ناامنی هست برای اونها و شاید به همین دلیل بعضی از اونها هم هنوز نتونستن وارد بشن، و به غیر از اون گروه های دیگه که آره به هر دلیلی هنوز ساکت هستن. شاید کوتاه کنم صحبت رو و فضا رو بیشتر بدم به گروه که بتونیم با هم صحبت کنیم، اما دوست دارم که در طی چند تا سوالی که مطرح میشه اینجا بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. اینکه این هویت و یا روایت مشترکی که داره ساخته میشه و در واقع در حال نه تنها در حال شکل گیری و در حال تکامل هم هست، چطور میتونه فراتر از فقط به هم پیوستن یه سری افکاری باشه که افراد حالا خلاقانه اونها رو مطرح میکنن در فضای اجتماعی و بتونه یک انسجام اجتماعی رو خلق بکنه که بتونه حقیقتا تغییراتی رو حتی کوچیک در حال حاضر در روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وجود بیاره؟ چون به هر حال چرخه‌ای که وجود داره و در حال مشاهده است، چرخه خشونت هست و خیلی طبیعی هم هست، و اگر قرار باشه که حقیقتا به طرف سازندگی بره، این چرخه یه جایی باید متوقف بشه و بشکنه. میخواید متوقف بشم صحبتی بشه؟ چون دو تا دست بالا هست. نه خانم ثابت، اگر شما صحبتتون رو ادامه بدین، اگر زیاد نمونده صحبتتون، اگر زیاد مونده که نه، شاید یکی دو تا سوال دیگه هست که مطرح میشه. موضوع بعدی این هستش که این انسجام اجتماعی که داریم ازش صحبت میکنیم که قراره به نوعی پاسخگوی حداقل اولیه نیازهای اقتصادی و اجتماعی یا حتی آموزشی گروه‌هایی باشه که حقیقتاً از فرصت‌های کمتری برخوردار هستند و روز به روز ضعیف‌تر میشن تو این زمینه، در کنار این مبارزات چطوری میتونیم به این موضوع نگاه کنیم؟ به طور دقیق‌تر چطور میتونیم چالش‌ها و فرصت‌ها رو در حالی که داریم برای تغییرات تلاش میکنیم هم ببینیم و بتونیم به اونها هم پاسخ درستری بدیم؟ ارزش‌هایی که داره شکل میگیره به طور مشخص برای همه ما خیلی شاید واضح هست، مثلا عدالت، اینکه در واقع روش‌های نوینی از زندگی و چهره اجتماعی، نظام اجتماعی که داریم می‌بینیم یا نظام اقتصادی رو بتونیم ببینیم، یا یکی دیگه از ارزش‌هایی که خیلی در گفتگوهای این روزها می‌تونیم ببینیمش، در حداقل در نتورک‌های اجتماعی، اینه که چطوری یک تصمیم‌گیری جمعی به صورت آگاهانه ولی بدون یک برنامه ریزی قبلی داره صورت میگیری، چطوری این رو بتونیم در واقع هدفمندترش بکنیم برای شنیدن صداهایی که هنوز مظلومانه شنیده نمیشن یا فرصت شنیده شدن نداشتن، به دلیل اینکه حالا یا سلبریتی نیستن یا هنرمند نیستن یا سیاستمدار نیستن یا فعال نبودن، ولی فعال اجتماعی منظورم میخوام، ولی به هر حال صدا، حرفی برای گفتن دارن و مشارکت اونها میتونه به قنای این جنبش و تحول کمک بکنه. در نهایت اینکه ما نیاز داریم برای ادامه و به ثمر رسوندن این موضوع، این در واقع این خیزش، حس هدفمندی و امید رو تقویت کنیم در تک تک کسانی که
حقیقتا از جان گذشته دارن در این زمینه فعالیت میکنن و تمام کسانی که هنوز به نوعی شاید نتونستن وارد بشن. و این حس، ایجاد این حس هدفمندی و امید در واقع وقتی اتفاق میفته، حداقل بر اساس تجربه تاریخی که از انقلاب ها داریم، وقتی است که فضاهای یادگیری برای توانمند کردن افراد به لحاظ غنی شدن افکارشون اتفاق میفته. و این چیزی هستش که متواضعانه عرض میکنم نگاه من هست، اون رو در جنبش اخیر خیلی کم رنگ داریم میبینیمش و شاید میتونیم این موضوع رو بهش بیشتر بپردازیم. فکر میکنم من اینجا نیستم و یه کمی صحبت میکنیم و بقیه مطالبی که جمع آوری شده رو در خلال صحبتهایی که دوستان میکنن و تبادل افکاری که میشه اگر لازم باشه و دوستان اشاره نکرده باشن خدمتتون عرض. خیلی ممنون. بسیار ممنونم خانم دکتر ثابت. از خانم بیرجندی تقاضا میکنم که نظر خودش رو اعلام کنم. خانم بیرجندی بفرمایید. ممنون جناب شایگان، درود عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز و خانم دکتر ثابت گرامی. چقدر این بحث مهمی بود خانم دکتر، و واقعا ممنون از اینکه این موضوع رو پیشنهاد دادین که راجبش صحبت کنید، چون من میتونم دقیقا بگم الان بیش از 2 هفته است که دغدغه من اصلا همین موضوع شده، اونم به خاطر مسائلی که تا الان پیش اومده، اتفاقاتی که پیش اومده، و من خودم به شخص واقعا مستثن موندم که باید چی کار بکنم. حالا من قضیه کلن رسانه های خارج از کشور رو کنار میذارم توی این لحظه، در واقع به همین فضای مجازی که در ایران و بین ایرانیان در واقع داره مطالبی که شکل میگیره رو میخوام بهش اشاره کنم. در مورد یه سری مطالبی هست که من به خاطر همین میگم الان به مشکل برخوردم، راجب کردستان، برای کشته شدن مردم کردستان، مهابا، جوانرود، هر کدوم اینا که اتفاقایی که افتاد کرمانشاه، یه سری مطالبی اومد بیرون برای اینکه مردم تهران، شیراز، اصفهان، شهرهای بزرگ رو بخوان دعوت کنن که به این اعتراضات بپیونده. اما واژه‌ها و جمله‌ای که استفاده شده درش، مثل اینکه امشب کردستان میز ایران رو حساب کرده، مثلا حالا نوبت نمیدونم تهران حساب کنه، یا کردستان سینه سپر کرده، مثلا تهران به پا خیز، نمیدونم غیرتتون رو نشون بدین، چیزایی از این دست. از اون طرف میگفتن دیگه الان وقت نمیدونم آغوش چیز نیست، مهربانی نیست برای آرامش، یا شکلات دادن توی خیابون، الان وقت بلند شدن و این جنگ نمیدونم، یه همچین چیزایی. باز حالا من در کنارش میدیدم که باز میومدن مطلب میذاشتن که این کارا رو نکنید، اینا کار اتاق فکر رژیمه، طبق معمول میخواد تفرقه بین مردم بندازه که بگن تهرانی ها یا مثلا مشهدی ها یا شیرازی ها، شهرهای بزرگ، اصخایی میکنم که این واژه استفاده میکنم فقط نقل قوله، غیرت مردم کردستان رو ندارن، نمیدونم، یا حتی سر موضوع تیم فوتبال. اینا میدونید اینا یه موضوعاییه که واقعا باید بهش بپردازیم. و من به شخصه خانم دکتر واقعا حالا خودم چون نظری نداشتم، چون واقعا خود من موندم که چی کار باید بکنم، آیا برای تشویق کردن برای شهرهای دیگه، مردم دیگه که از شهرهای دیگه دارن میبینن حالا اون مطالبی که داره منتشر میشه، آیا برای تشویق کردنشون باید از اینا استفاده کنم، نباید استفاده کنم، چی کار باید بکنم؟ این واقعا واسه من الان مسئله است. و حالا شما و دوستای دیگه اگر نظراتتون رو میشنوم واقعا که بتونم استفاده کنم در این زمینه. مرسی، متشکرم. خیلی سوال مهمی. ممنون از شما خانم بیرجندی. من خودم دستم بالا کردم که یک سوال بپرسم خانم ثابت. در مورد همین، در واقع در ارتباط با هم صحبت شما و هم صحبت‌های خانم بیرجندی که
افرادی که به قشر خاکستری عنوان میشن که نمیان به صحنه و شما پرسیدین که چطور میشه اینا رو به صحنه بکشونیم. من خودم حدس میزنم که این قشری که به قشر خاکستری الان نام میبرن ازش، افرادی هستن که یا انقلاب گذشته رو دیدن، یعنی یک تجربه تلخ دارن، یعنی فکر میکنم که میترسن به نوعی که آینده چه خواهد شد. دومی که اصلا اینا نمیدونن که، یعنی یه بخشی از جامعه هم نمیدونه که چه هدفی پشت این انقلاب هست، یعنی میدونید به نوعی سردرگمن، هنوز هیچ هدف مشخصی، فقط میگن که جمهوری اسلامی سرنگون شه. خب این بخش، بعضی از این اقشار فکر می‌کنم که هنوز به این نقطه نرسیدن که بفهمن که خب الان جمهوری اسلامی سرنگون شد، برنامه چیه، هدف چیه، چه به کجا خواهد انجامید. این یک موضوع بود. تو ابتدای صحبتاتون در مورد رشد فکری هم صحبت کردیم، من می‌خواستم راجع به این موضوع هم صحبت کنم. امروز یک مطلب خوندم که یکی از این سران مسئولین، حالا آدم نیست کی بود، نوشته بود که گفته بود که 80% ما میدونیم که نزدیک 17-18 هزار نفر تا شاید هم بیشتر بازداشت شدن. نوشته بود که 80% بازداشت شدگان زیر دیپلم هستن. حالا این که بازی با کلماته، یعنی کسی که زیر دیپلم، خب مشخصا این بچه های 17 سال 16 سال، یعنی اصلا به سن دیپلم نرسیدن که خب بازداشت شدن، یعنی خودش اصلا خودش یه جرمه که بچه رو بخوان، یه کودک رو بازداشت کنن. حالا اینکه بازی با کلمات بود، من میخوام اینو بگم که یک بخش عمده ای از بار این انقلاب یا این خیزش رو دوش این بچه ها بوده. خب این بچه ها تو مدارسی رشد کردن که جمهوری اسلامی سالهاست به طور وحشتناک تبلیغات خیلی عجیب و پیچیده‌ای داره میکنه برای ایدئولوژی خودش، ولی چه عاملی باعث شده که این بچه ها با اینکه تو اون مدارس درس خوندن، با اینکه تو این فضای پر از تبلیغاتی که برای جمهوری اسلامی رشد کردن، اما کاملا متفاوت از اون جریان حرکت کردم. این دوتا سوال رو من میخواستم بپرسم. خیلی ممنون. و اینکه از آقای کاوه آل حمودم تقاضا میکنم صحبتشون بفهمم. بفهمید آقای آل حمود. سپاس از شما. صدا میاد؟ بله. بله خیلی عالی صداتون میاد. من میخوام تشکر کنم از خانم دکتر ثابت به خاطر بحث بسیار عمیق و بسیار محتوایی رو که کردند حول پدیده پرسشگری در و روندی که طی میکنه. این روند همه فکر میکنند که در حقیقت هیچ قانونمندی بر این جامعه و پرسشگریش وجود نداره، در حالی که خانم دکتر ثابت قشنگ بیان کردند که چگونه این روند رشد طی میکنه. از شروع میشه از پرسشگری حول محور فرد، بعد به محورش گسترده تر میشه و پیوند پیدا میکنه به اون همگانی میشه و این خیلی برام جالب بود. من فقط میخوام بگم که شما به موضوع اشاره کردین که مرحله‌ای که بحثای محتوایی مطرح میشه، بحثایی که خصلت فرهنگسازی داره، متاسفانه من به عنوان یه نویسنده و یه تحلیلگر سیاسی از این قضیه رنج بردم. ببینید الان مثلا چیز غالب در رسانه‌های موجود حتی خارج از مرزهای جمهوری اسلامی، اینها در واقع گزینشی کار میکنن. ببینید مثلا من به عنوان یک نویسنده و تحلیلگر سیاسی، هرگاه یک رسانه با من تماس گرفته مثلا بیا مصاحبه کن در رابطه با من، یه شرط و شروطایی گذاشت که چی بگم چی نگم. اینه که من احساس خطر میکنم. شما صحبت کردین از قشر خاکستری، واقعا این نشون میده که شما
دید بسیار روشن و واضحی نسبت به جامعه داریم. نگرانی قشر خاکستری بیشتر رو به آینده است. بیشتر هم همونطور که آقای شایگان گفتن که بیشتر مال نسل‌های قبلیه، چون که در واقع محصول بخشش محصول شکست‌هایی که خوردیم، ولی خب بخش دیگرش محصول تبلیغاتی که علیه به خاطر تقدیس یک نسل و یک توصیف امشنال فراانسانی از یک نسل و شیطانسازی از نسل قبلی است که این قضیه به نظر من انحراف. من در مقالاتم بارها گفتم، در جای مختلف صحبت کردم، متاسفانه چنین چیزی هست، چون که واقعا این انقلاب روشن گفته که وجه سلبی رو خیلی روشن گفته، گفته چی نمیخواد، ولی در وجه ایجابی و اینکه چی بخواد جایگزین کنه، من فکر میکنم قصور و ناروشنی هست. به هر حال سپاسگزارم، خیلی مشتاقم بقیه صحبتاتون رو بشنوم. آهش بزنم از شما خانم دکتر، بفهمید. بله من خیلی کوتاه میگم، ولی همه دوستان به سوالاتی که مطرح شد و مواردی که گفته شد لطفا نظراتشون رو بگن. نظرات من فقط کاملا جنبه شخصی داره. من فکر میکنم یک موضوعی که خانم بیرجندی گفتن، از این زاویه نگاش کنیم که خشونت در واقع یک ابزاری بوده در اختیار سیستم کنونی، و یا حتی میخوام بگم همه سیستم هایی که به شکل سیستم کنونی هستن در سرتاسر دنیا، که از بودن خشونت در بین مردم و پرورش اون، و حتی میخوام بگم یعنی که تخم نفرت کاشتن، سود میبرن. و هرچی که این در واقع آتش این نفرت پراکنی و خشونت در بین افراد، حتی بین یک گروه، حتی بین مردم و سیستم زیاد بشه، خود این تا اندازه خیلی زیادی ابزاری هستش برای اون سیستم که بتونه مردم رو خل اصلاح بکنه. و واقعیت این هستش که تا وقتی این چرخه خشونت شکسته نشه، قدرت دست اون کسی هستش که بیشتر میتونه خشونت بکنه. اینو خیلی ساده و در واقع مثال خیلی ساده سادهش اینه که فکر میکنم دفعای پیش هم دوستان اینو گفتن، وقتی که ما یه جعبه یا یک ظرف سیب داشته باشیم و یکی از این سیبا در واقع فاسد شده باشه، اگر جداش نکنیم به سرعت تمام سیبها فاسد میشه و دیگه نمیتونیم جلوی در واقع روند، حتی یه لکه کوچیک روی سیب در واقع هم اون حرکت میکنه میره جلو. یعنی ابزار خشونت در واقع اینطوری داره کار میکنه در یک جامعه که به شدت تکثیر میشه، و این تکثیر شدنش یکیش همینی هستش که مثالشو از پریشب تا حالا داریم میبینیم که چطوری با برانگیختن حس غیرت، که یه چیزی ازش که در ما همه ایرانی ها خیلی به هر حال پررنگ دیگه، یه جورایی تو نمیدونم تو ذاتمونه، هر جور که میخواید بگیم، با برانگیختن اون به وسیله یه جملاتی تکثیر میشه حس خشونت و نفرت. و این حقیقتا اگر لازم باشه که یک اتفاقی بیفته که چرخ خشونت بشکنه، همونطور که شما هم اشاره کردید، بهتره که جملاتی که به کار میبریم برای حمایت کردن از همدیگه ساختارش تغییر بکنه، و به جای اینکه حس خشم و نفرت رو تقویت بکنه، حس همبستگی و حمایت رو تقویت بکنه. که این خودش یه چیزی هستش که حقیقتش اگه از من بپرسید حالا چی بگن، شاید لازم باشه اینجا با همدیگه یاد بگیریم و بفهمیم چی باید بگن. نمیتونم بگم، ولی میدونم که حداقل از بعد علمی، حتی برگشتن به تحلیل تاریخی، میتونیم اینو ببینیم که جواب نمیداده. اینکه هدف نامعلوم هست، یعنی هدف معلوم هست، هدف این هستش که یک تغییرات بنیادینی در سیاست، اقتصاد، اجتماع و آموزش ایران صورت بگیره. اما بازم اینو من میخوام بگم یاد گرفتیم، یا حداقل میتونیم از تاریخی که فقط بر ایران گذشته یاد بگیریم که اگر اتفاق، یعنی
یک دفعه اتفاق بیفته قطعا پشتش خالیه. این باید مرحله به مرحله اتفاق بیفته، چنان که واقعا در طول 14 گذشته هم این خیزش هایی که بلند شد خوابید، بلند شد خوابید، به همین صورت هی پشت هم دیگه اومد تا رسیده به اینجا. و خیلی خوبه که بتونیم، باید واقع بینانه نگاه کنیم که یه هویی هم همه چیز نمیریزه. یعنی ممکنه که، ممکن که نه، درصد خیلی زیادی این جریان قرار باشه همینطور ادامه پیدا کنه، ولی اگه قرار ادامه پیدا بکنه یه چیزایی باید اینجا تقویتش بکنه. و من میرسم به همونی که مسئله‌ای که آقای شایبان بهش اشاره کردن. درسته که سیستم آموزش و پرورشی که ماها توش پرورش پیدا کردیم، حالا نسلی که من توش بود، در واقع اینترنت خیلی معنای نداشت اون زمان، ولی این نسل دهه 80 و 90 ها واقعا با اینترنت و اطلاعات اومدن بالا. حتی اگر ندیدن، ولی حتی اگر حسش نکردن در جامعه ایرانی خیلی از اون آزادی هایی که باید وجود داشته باشه، ولی حداقل از طریق در واقع دسترسی به اینترنت تونستن خیلی از این چیزها رو ببینن و یاد بگیرن. موسیقی هایی که شنیدن، فیلم هایی که تماشا کردن، برنامه های گفتگوهایی که می دیدن، بعضن دوستان، روابط دوستی که اینترنشنالی برقرار کرده بودن، سفرهایی که کرده بودن احیاناً، اگر کرده، من دوباره اینو جمع نمی بندم، این بوده که می تونسته به اونها یک سوپاپی بده برای خارج کردن یه سری از چیزهای منفی که بوده و یک روزنهی برای ورود اندیشه های جدید. ولی واقعیتش اینه که همونطور که هممون هم میدونیم این کافی نیست و باید فضای یادگیری برای همه ای ما وجود، نمیخوام بگم کسی از ما وجود داره یا گروهی وجود داره که میدانند و بقیه نمیدانند، نه، همه ای ما در یه فضای یادگیری باید یاد بگیریم چطوری این جریان رو ببریم جلو تا بتونه به نتیجه برسه. و این جریان همونطور که آقای کاوه اشاره کردن باید در یه فضای بدون سلطه و کنترل باشه. اگه قرار باشه هنوز از لنز رسانه‌هایی بره بیرون که منافع خودشون رو می‌بینن و منافع خودشون رو با سیستم حاضر در کشور ما می‌بینن، در کشور ایران می‌بینن، حقیقتاً هی این جریان هی خیلی راحت می‌تونه منحرف بشه، خیلی راحت می‌تونه نمی‌خوام کلمه توقف رو بگم، ولی می‌خوام بگم حتی می‌تونه این اتفاق بسیار ناخوشاینده ولی بیفته. اگر که ما نتونیم مثل یک درمانگری، مثل یک کسی هستش که داره، جمله آخر میگم و بعد دوستان نظر بدن، مثل کسی میونه که واقعا نیاز به احیای قلب داره، باید همون لحظه این کار انجام داد، نمیتونیم وایسیم نفس کشیدنش از بین بره. و این احیای قلب جامعه ایران در واقع این تغذیه فکر هست، غذا دادن به فکر همه ما هست که چی کار کنیم. شاید خوندن بعضی از این انقلاباتی که اتفاق افتاده تو دو دهه اخیر، زمانی که در صربستان بوده، کاری که در واقع فعالین مختلف برای تغییرات در کشورهای مختلف انجام دادن، فکر کنم یکی دو تاشو من اینجا گفته بودم قبلنم، یک کوچولو میگم اینو. و مثلا یکیش موقعی بوده که در تعداد درختانی که بریده میشد در یک ایالتی در هندوستان اینقدر بالا رفت که زندگی کشاورزان و حتی آب و خیلی چیزا، خاک و خیلی چیزا تغییر کرد. و بنابراین حقیقتا مردم روستایی داشتن بیشترین صدمه رو میدیدن، در حالی که سرمایه گذارانی که داشتن اون چوبا رو میبردن و خود اون سیستم اون کشور در واقع داشت بیشترین نفع رو میبرد. کاری که کردن با همه اینکه فعالین محیط زیستی خیلی تلاش کردن که اینو متوقف بکنن، حتی نامه‌های خیلی زیادی به یو ان و نمیدونم سازمان ملل و این بر اون بر همه اینجاها رفت، هیچ اتفاقی نیفتاد. کاری که کردن این بود که فعالین محیط زیستی رفتن با زنان اون روستا صحبت کردن، و وقتی که متوجه شدن که زنان روستا متوجه شدن که چه کار میتونن انجام بدن، کارشون این بود که اومدن خودشونو با دوپاتیایی که داشتن بستن به درختا، و وقتی که این در واقع کسایی که میومدن که این درختا رو ببرن، این زنا
حتی اگه یک درخت خیلی قطور بود، دو تا سه تا زن و دختر و اینا همه خودشون رو بسته بودن با دوپاتی به این درخت ها و نمیذاشتن و بالاخره متوقف شد بریدن درخت ها در اون منطقه. به سالای این چنینی زیاد داریم، حالا بعدا به موقعش میتونم حتی بگم که چه وقتی فکر افراد رشد میکنه، نحوه به وجود آوردن تغییرات باعث میشه که هم یه شکلی میشه که سیاستگزار مجبور تغییر بده بدون استفاده از ابزار خشونت. البته احتمالا ببخشید. ممنونم از شما خانم دکتر. آقای رای، ضمن خوشبختگویی بفهمید شما رو بشنویم. بله، با درود به شما آقای شایگان و شما خانم ثابت گرامی و همینطور دوستان گرامی، شما آقای شایگان گرامی. من از اول نبودم تو صحبت‌های شما، بنابراین آخر که شنیدم داشتید در مورد خشونت‌هایی که الان در جامعه ایران داره یواش یواش پیدا میشه یا اینکه تداوم پیدا میکنه در مواردی، نگران بودین از این موضوع. درسته، من یعنی من هم با افکار من تطبیق داره مسائلی که میفرمایین، ولی لازمه که توجه بکنیم قوای سرکوب نه تنها وارد عمل شده، بلکه امکان این که تشدید بکنه این قوای سرکوب رو هست. یعنی این امکان رو داره به خاطر اینکه 60,000 سرباز در سوریه داشته، اونجا جنگیده، اونا حالا یه عدهشون برگشتن، همینطور در عراق و در کشورهای دیگه، در حتی در یوگسلاوی سابق رفتن جنگیدن و بنابراین یه مقدار تجربه جنگی دارن. خانم هانا آرنت به این مسئله اشاره میکنه که موقعی که یه عده جوونی چند تا اسلحه به دست میگیرن در مقابل سپاه تا فرق سر مسلح مسلما شکست خواهند خورد و بنابراین این توقع رو که با این روش می توانیم مقابله بکنیم با رژیمی که این همه مسلح هست و این همه تجربه خشونت داره، یک مقدار در واقع خامی هستش. اما راه حل چیست به نظر شما خانم ثابت؟ من بین خشونت و خشونت رو با خشونت جواب دادن و خشونت گرایی به این مفهوم که ما در واقع هم فرهنگ ما عوض میشه و راحل های گفتگومون و نه اینکه راحل هامون گفتگوهامون تغییر میکنه و به گفتگوهای حقوقی تبدیل میشه، از خانه، از مدرسه، همه جا در واقع اولین خشونت زدایی تغییر همین فرهنگ هست. ولی مسئله ای که مطرح هست اینه که لازمه به این دفاع مشروع پاسخ بدیم در حال حاضر. به عنوان مثال 1961 ماندلا که اون علامت نیزه رو در واقع ترک کردن، ولی اسلحه ندادن به جوانا، بلکه از 1961 تا زمانی که ماندلا به زندان رفت خرابکاری رو اونا انتخاب کردن، 190 خوردی خرابکاری داشتن. حالا این هم خشونته، اما برای مقابله با اون قوای بسیار سرکوب آپارتاید در اونجا اینها این راه رو انتخاب کردن، ولی معلوم نیست اون راه نتیجه داده باشه. در خود ایران از 1349 تا 1957 حداقل 8 سال جنبش در ایران عقب افتاد. حالا درست هست این تخریب یا نه، به علت اینکه جنبش مسلحانه در ایران اعلام شده بود از طرف سازمان مجاهدین و چریکا. اون زمان تا 1949 این کنفدراسیون دانشجویی بودش که خیلی اعتبار داشت، اما به محض اینکه دو سازمان آمدن و داخل این سازمان هم شدن محبوبیت کردن پیدا کردن، به علت اینکه مشی مسلحانی در اون موقع مد شده بود، عملا جنبش ما هم عقب افتاد. در سوریه هم دیدیم این مسئله. با وجود بر این، با همین صحبتهایی که میکنم، به نظر میادش که لازمه که در واقع نیروهای مسلح یک قسمتش به مردم بپیوندن. من خودم از اون انقلابی های سال 57 هستم. خودم یادم میاد که روز 21 تا 22 بهمن که از همافرها در داشتن با کودتا مقابله میکردن، جوانای مثل من هم توی خیابونا بودیم. من خودم نزدیک باغشا بودم و تیراندازی از داخلش اومد. تا
درختی رو بریدیم، با تنه درخت دیوار باغشا رو شکوندیم، رفتیم داخل و اسلحه ها رو، حالا ما رفتیم دیگه کسی نبود، حالا شانس ما بود یا اینکه درون ریزی شده بود اونو نمیدونم، و بنابراین شرکت داشتیم در این خل سلاح زمانی که همه وجدان عمومی تعلق گرفته بود به این خل سلاح. پس بنابراین الان ما در موقعیتی هستیم که داریم روی این مسئله، همونطور که خود شما هم مطرح فرمودین، داریم فکر میکنیم. یک قسمت اینه، قسمت دیگه این هستش که برای این دوران گذار لازمه که مردم ببینن که یک عده‌ای میتوانن دولت آینده رو به دست بگیرن. حالا پیشنهادات مختلف شده، نظر شما رو هم میخوام در این زمینه بدونم. یکی از این پیشنهادها نظر آقای عمار ملکی، پسر آقای محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهرانی، که ایشون میگه یه دهی 15 نفره معتمد مردم لازمه که این دولت موقت رو تشکیل بدن. حالا این معتمد کی هست؟ منظور ایشون از معتمد چیز نیست، مشروع قانونی نیست، یعنی لژیتیمیتی نیست در واقع، بلکه کسانی که مردم بهشون اعتماد میکنن. چگونه میتوانیم در واقع این امید به آینده رو، که خودش این یکی از روش‌های خشونت زدایی است، ایجاد کنیم؟ این معتمدین رو کیا لازمه حساب بکنیم که همچین کاری بکنن؟ اگر این معتمدین نخوان دولت موقت آینده رو تشکیل بدن، در این مرحله ما چگونه میتوانیم به فکر این جریان باشیم؟ حالا این دو تا سوال میذارم، شما نظر خودتون رو بدین، نظر دوستان رو بشنوم، بعدم با هم صحبت کنیم. مرسی. ممنون از شما آقای رای عزیز. خانم ثابت، در مورد انسجام و اینکه چطور این چند گروه رو به هم پیوند بدیم، هم اینم خیلی برای من مبحث به نظرم جالبیه که بیشتر بهش بپردازیم. البته آقای کاوه آل هم بود مجدد صحبت دارم، ایشون هم بشنویم. بفرمایید آقا. تشکر از شما و با احترام به دوست عزیزی که من اسمشون رو فراموش کردم اخیراً صحبت کردن، و در حقیقت بحث معتمدین رو مطرح کردن. ببینید، جامعه ما امروز در مدار بسیار بالاتری از این بحثا هست. بحث معتمد بودن و معتمدین یه بحث قدیمی و کهنه است و مال جوامع عقب مونده است. ببینید اصلا معیار چیه، اصلا معتمد کیه، بعد چگونه میشه این معتمدین رو مشخص کرد، بعد در جامعه‌ای که هیچ گونه آزادی و دموکراسی نیست برای رایزنی، اصلا خود این به اصطلاح ترک کننده این پیشنهاد، به اصطلاح این در واقع یک پیشنهاد بسیار غیر عملی و ذهنی رو، خودش هم در خیلی از زمینه‌ها مورد سوال هست، چون ایشون چندان بی‌طرف نیست. ایشون خودش یک مؤسسه ای رو دارن و نظرسنجی میکردن، ما فراموش نکردیم اون نظرسنجی آنچنانی مؤسسه‌شون رو. بنابراین اینها راه حل نیست. راه حل به نظر من همونطور که جنرال دوگل میگفت، جنرال دوگل میگفت که در زمانی که راه های مراجعه با آرای مردم به صورت آزاد و دموکراتیک بسته است، تنها معیار مشروعیت مقاومت کردن در مقابل اشغالگر و دیکتاتوری است. من فکر میکنم ما مردمی هستیم که به یک به اصطلاح رشد فکری رسیدیم که از طریق جنبش های اجتماعی، به نظرم این پدیده جنبش های اجتماعی رو باید شناخت، باید کشف کرد. دوران دیگه، ببینید ما اینکه الگو بگیریم انقلاب 57 را یا انقلابات کوبا و چین و شوروی رو، گذشته. ما در دورانی هستیم که امروز به دلیل اینترنت، به دلیل همین پدیده فضای مجازی،
دیگر به اون صورت نیست که مثلا یک حزب پیشتاز داشته باشیم، هیچ حزبی پیشتاز نیست، کما اینکه رهبر بلا منازع کاریسماتیک هم وجود نخواهد اومد در این شرایط. بحثای مفصلی هست که به نام خانم اریکا چنووف کردن و به اصطلاح تحلیلگرا و پژوهشگران انجام دادن. امروز دوران جنبش‌های اجتماعی است. به نظرم این پدیده رو باید شناخت. سپاس. ممنون از شما آقای آلهان. البته فکر کنم از موضوع بحثی کم دور شدیم. خانم دکتر بفرمایید. میخواین یکم بیشتر بشنویم صدای بقیه دوستان درباره موضوعی که آقای رای مطرح کردن و همطور بقیه مطالب و آقای حالا همون. بله، خانم بیرجندی هم دست بلند کرد. خانم بیرجندی بفرمایید. متشکرم. جناب شایگان، من در این مورد باز برمیگردم باز رو همون حرف خودم. حالا اونجا گفتم در واقع راجب اون فضای مجازی که بین ایرانیان داخل و خارج از کشور هست، در مورد این موضوع باید برگردم به رسانه‌های خارج از کشور که چقدر، حالا من میگم مثلا یه ائتلافی بخواد صورت بگیره که چقدر تأثیر گذاشت. در واقع اینجا میتونم اشاره کنم، من دیدم چند نفر اسمایی که بودن توشون، و خانم عبادی رو اسم آوردن، آقای علی کریمی رو، خدای مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون و بعد دیگه کی بود، رضا پهلوی و یه دو نفر دیگه هم هستن که علی جوان من... نه 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 اشتباه میکنم، اون دوتا رو مطمئن نیستم، حالا نمیگم اینو، اما این اسامی رو آوردن و حتی گفتن که میشه به این ائتلاف اضافه بشه و توضیح هم دادن که خب این در واقع دولت قرار نیست اینا کاری در واقع برای بعد از پیروزی انجام بدن، در همین زمان حال این ائتلاف صورت بگیره، حالا دلایلش هم نوشته بودن. اما نکته که میخوام بهش اشاره کنم که در واقع میخوام بگم چه تأثیر دقیقا این رسانه رو افکار عمومی با توجه به در واقع تحریک کردن احساسات مردم انجام میشه، در درجه اول من اصلا به هیچ چیز کار ندارم که پشت سر هر کدوم از این افراد چی هستش، اصلا عقبشون هیچ کاری ندارم، ولی فقط میخوام بگم که چقدر اینا تأثیر میذارن. آقای اسماعیلی رو به مجاهدین بستن، مسیح علی نژاد رو به حزبای دیگه بستن، برای خانم شیرینه، میدونید منظورم چیه؟ از لحاظ شکلگیری یک ائتلاف یا اصلا همون اتحادی که ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم، متاسفانه من باز بیشتر فکر میکنم این از طرف اتاق فکر جمهوری اسلامیه که میاد تأثیر روی رسانه‌های خارج از کشوری که نفوذی دارن درش در واقع تأثیر میذاره و اون منعکس میشه دقیقا تو افکار خود ما. مثلا من خودم تحت تاثیر قرار میگیرم، میشنوم و میگم این چرا اینجور، پس نه این قابل اعتماد نیست. میدونید اینا همه درصد رو میاره پایین توی اون شکلگیری، اون اتحاد، اون همبستگی که من فهم کنم شاید تو همین 60 و اندی روزی هم که گذشته شاید میتونست خیلی زودتر این همبستگی ایجاد بشه و متاسفانه این اثرات منفی که روی افکار رو میگذاشته شد باز داره ما رو از هم دور میکنه یا عقب میندازه از حالا یه سری مسائلی که باید الان بهش رسیده بودیم. مرسی، متشکرم. درسته. ممنون از شما خانم بیرجندی. البته اجازه بدید منم نظر خودم پس بگم دیگه خانم ثابت، به نظرم بعدم جناب رایی. بله، آقای رایی هم هستن، الان میرسم خدمتشون. به نظرم اپوزیسیونی که تو این 43 سال 44 سال نتونستن با هم دیگه به یک نقطه اشتراکی برسن، ولی از این به بعد هم نخواهند رسید، یعنی اینایی که فعال سیاسی هن، یعنی کارشون اینه، توی 43 سال نتونستن در کنار هم بشینن، حداقل به یک جمع‌بندی کامل برسن، حالا فارغ از هر نوع نگرشی که دارن هدفشون باید مشخص بود دیگه، یک هدف مشترک دارن، ولی نتونستن، بنابراین از این به بعد هم نخواهند تونست و فکر میکنم که جامعه داخل ایران هم اینو دونسته و پذیرفته این موضوع رو. بنابراین
بعید میدونم که به اون نقطه برسه. آقای رای شما رو میشنویم، بفرمایید. بله خیلی ممنون. من میخواستم صحبت های خانم ثابت رو بشنوم، ولی چون خودشون خواستم نظرات خودمون رو بگیم و همینطور آقای حل حمودی هم نقد کردن، نظرات خودم رو میگم. من نظرم این استش که اگر دورنما نداشته باشه جنبش در جا میزنه و مردم نمیپیوندن. علت این که در حال حاضر جنبش جز کردستان جای دیگه هزاره‌ای نمیان یا حتی صد هزاره‌ای نمیان، همین نداشتن دورنما هست. صحبت آقای الحمودی درسته که این جنبش بدون رهبر تا حالا پیش رفته، اما این جنبش در مرحله دوم خودش هست. مرحله سوم که لازم کارمندای اداری، کسبه و مردم عادی بپیوندن، شاید در کردستان یک مقدار ایجاد شده، اونم من نمیدونم همه شهرها ایجاد شده یا نه، ولی در سطح ایران هنوز ایجاد نشده و دورنما میخواد. گروه ها و سازمان ها در این چهل و اندی ساله اینطوری که آقای شایگان اشاره کردن ناموفق بودن، اما همه ناموفق نبودن. اونهایی که موفق بودن مورد اقبال اونهایی که ناموفق بودن قرار نگرفتن. ناموفق ها تضادی ها بودن، همواره تضاد می دیدن، تضاد این با اون، این با اون، نمیدونم، در دنبال اتحاد موقت و تضاد پایدار بودن. خب نمیتونم با این فکر اصلا راه حل پیدا بکنم. الان هم این اونها رو که میبینید، میبینید به سرعت صحبت از مبارزه مسلحانه و اینا میکنن، چون اونها اصلا قهر رو انقلاب میدونن، اصلا تحول رو، خشونت زدایی رو که از انسان شروع میشه، انسانی که عوض میشه میتوانه عوض بکنه، نمیبینن. از بالا میخوان عوض بکنن. یه نوع نخبه‌گرا هستن، یه نوع حزب‌گرا هستن، یه نوع اولیگارش هستن، انواع اقسام از بالا حکومت کردن ها رو میبینن. با اونا نمیتونی همکاری بکنی. تعداد کسانی که اداره جمعی مردم رو میخواستن همواره دنبال دموکراسی بودن و این دموکراسی رو مرتب سیغلش دادن، تصفیهش کردن و رساندن به اینجا که دموکراسی آن است که فقط قواعد جهان شمول یا حقوق حاکم باشد. اراده مردم در اراده حقوقی است. تا اینجا رسیدن. اینا موفق هم تو کار خودشون، اما اینا که موفق هم تو کار خودشون مسلماً مورد اقبال سازمان های سیاسی قرار نمی گیرن، اما مورد استقبال مردم و شخصیت های سیاسی قرار می گیرن. پس یک نکته دیگه هم توجه داشته باشیم که در استبداد انواع اقسام احزاب تو الان ایران هست. بعد از پیروزی هست که احزاب دموکراتیک میتوانن فعالیت بکنن و گسترش بدن فعالیت خودشون رو. در هیچ جای دنیا مهاجران فرهنگ درست نکردن. اگر فرهنگ درست کردن، در ادغام با فرهنگ بومی بوده، نه فرهنگ در رابطه با کشور خودشون. دلیلش پراکندگی ها هست و دلیل دومش اینه که زندگی اینا رو جذب زندگی در همون محلی که زندگی میکنن میکنه و بنابراین زندگی در محل برای مملکت خودشون در خارج کشور شکل نمیگیره. من نمیشناسم که در خارج کشور تونسته باشیم فرهنگ درست کنیم برای مملکت. پس بنابراین نکته بعدی این هستش که حالا آقای حمودی به جای اینکه موضوع رو بررسی کنن، شخص رو بررسی کردن. این یکی از اشکالات ما ایرانی هست. لازمه که خود مفهوم بررسی بشه، نه شخص چون این کار کرده بنابراین حرفش هم غلطه یا درسته. آقای عمار ملکی اون سازمان خودشو در هلند داره و نظرسنجی هم میکنه، مورد قبول قرار میگیره یا نمیگیره، اما ایشان یک موضوعی رو مطرح میکنه. اون موضوعی که مطرح میکنه اینه که این دوران گذار لازم است که دولت دوران گذار رو معرفی کنه. اگر نکنه مردم آینده خودشون رو نمیبینن جلو. درست است که مردم فعالن و درست است که آلترناتیو رژیم خود دموکراسی و حاکمیت مردم هست، اما این مردم میخواهند مدیریت، میخواهند مدیریت رو. حالا ممکنه در دل این جنبش به وجود بیاد، اما شخصیت هایی که الان خانم بیژندی الان بعضیشون اسپردن، اینا سابقه دارن. سابقه اینها نشان دهنده تداوم و به تدریج به طرف دموکراسی مشارکتی رفتن
یا گمنام گنگ معلوم نیست مبهمه، و یا اینکه نه اصلا فعالیت دیگه ای داشتن، و یا اینکه الان تمایلهایی که نشون میدن خطرناکه. ما که نمیخوایم از استبدادی به استبداد دیگه بریم، که ما میخوایم از استبداد به طرف دموکراسی بریم، دموکراسی که پاسخ میده در کشور جهان سوم، چون دموکراسی های نمایندگی در خود کشورهای مسلط به طور کامل جواب نمیده. حالا اونو ما برداریم بیاریم، میتونه انواع اقسام درگیری ها رو برای ما پیش بیاره، یا انواع اقسام نقل. بنابراین ما لازمه دموکراسی رو برای مملکت خودمون خوب تعریف کنیم خودمون، که اینا چی هست و اینا قواعد چی هست. قانون اساسی حقوقی رو لازمه که، حالا فقط ما نیستیم که، گروه های دیگه هم بودن که این قانون اساسی دوران گذار رو مطرح کردن، یا قانون اساسی آینده ایران پیش مطرح کردن. اما بحث اینه که موقعی که ما در حال حاضر داریم فکر میکنیم که این خشونت ها کم بشه، راه حل اولش اینه که این جنبش عمومی بشه. تا زمانی که عمومی نشه، جنبش محدود باقی مونه، خشونت رو رژیم تزریق خواهد کرد. به محض اینکه جنبش مثل سال 57 عمومی بشه، یعنی از آذر ماه تا بهمن ماه، اون موقع توان سرکوب رژیم از بین میره. چرا؟ به این علت که تو این جنبش عمومی خود بدنه رژیم هم شرکت کرده، قسمتی از بدنه رژیم شرکت کرده، قسمتی از قوای نظامی شرکت کردن. پس بنابراین نظر من این است که در حال حاضر لازم است که این حکومت موقت تشکیل بشه. هر کس که نمیتونه بگه من معتمد شما هستم، به من اطمینان کنید، میتونه پیشنهاد بکنه. بنابراین از نظر من راه حل اینه که دعوت ها بشه، پیشنهاد ها بشه برای تشکیل ها، در بین این تشکیل ها گفتگو بشه، تا عده‌ای حکومت دوران گذار رو انتخاب کنن، یعنی انتصاب کنن در واقع، و اونها به طور موقت 6 ماه تا 1 سال مجلس مؤسسان تشکیل بدن، انتخابات آزاد برگزار کنن. شخصا نظر شخصی من این هستش که نظارت بین المللی لازم داره، نظارت بلمری، نه اونطوری که در عراق که تقلب رو هم نماینده سازمان ملل تایید کرد، با شخصیت هایی که خود ما در سطح جهانی انتخاب میکنیم، یعنی سازمان ملل و سازمان دول در نظر بگیریم، خودمون هستیم که در سطح جهانی این شخصیت های شناخته شده رو لازم انتخاب کنیم. خیلی ممنون، مرسی. ممنون از شما آقای لایی. آقای حمید رفیع فکر کنم اگه اشتباه نکنم، بفرمایید لطفا. سلام علیکم، سلام به شما و بقیه دوستان. من خیلی خوشحال میشم هر دفعه که جلسات شما رو میتونم شرکت کنم، اولش بگم، چون خیلی چیزا رو میشنوم که مایه شادی است. من یه چیزی خواستم فقط بهتون بگم، من طرفدار رهبری جمعیم، موافق رهبری فردی یا گروهی خاص نیستم. چرا؟ چون که هدف چیه؟ هدف اینه که هر شهروندی احساس مسئولیت در مورد اوضاع بکنه. اگر احساس مسئولیت نکنه، چون فکر میکنه تصمیم رو داده به کسی دیگه و فقط کارش نق زدنه، نمیتونه عمل کنه به موقع و نمیتونه جبران کنه به موقع. ولی اگه شما تونستید رهبری جمعی رو دو جامعه عمومی کردید، هر فرد رو مسئول کردید، گفتید حتی اگر اشتباه کردی همه با هم جبران میکنیم، هیچ کس تنها نیست، تو با هم میشینیم تصمیم میگیریم، تصمیم رو به اجرا میذاریم، اگر اشتباه کردیم که انسانیم، خب همه مسئولی جبرانیم. این یک رشد تحول جامعه است. من متاسفم، یعنی خودم، نظر من، وقتی میشنوم ایرانی هایی که دنبال رهبر میگردن، چرا میخواییم بشیم آلت فعل؟ چه حسنی داره آلت فعل شدن؟ اون کیان؟ اون آدم های از ما بهترانی که بهتر از ما تصمیم میگیرن برای ما؟ چرا از تصمیم گیری فعالیت فرار میکنیم؟ اینا خیلی مهمه برای من. امیدوارم که بتونیم اینو توی، اگر اونایی که موافقن، این فرهنگ تصمیم جمعی رو که انسانها رو مسئول، نمونه شو بهتون بگم، من همین فرانسه که من زندگی میکنم، اگر برم
آمار بگیرم، سنجش و افکار بکنم، از فرانسوی‌ها بپرسم در اوضاع الان کشورتون چقدر شما مسئولید. من به شما میگم 90 خورده‌ای در سرشون میگن ما مسئول است. این یعنی بدبختی جامعه. این جامعه است که میره به طرف خطر با وجود 200 سال دموکراسی. یعنی که شما اگر آدم‌ها نفهمن که و یه چیز دیگه هم، ولی خب همین جامعه فرانسه تنشایی هست به عنوان که میگه میخوام تصمیم بگیرم، میخوام شرکت کنم، خواهد قانون اساسیش رو هی میخواد عوض کنه تا بتونه در تصمیم گیری ها شریک بشه. یعنی که میخوام بگم با جامعه حس کرده که یه چیزایی درست نیست. و این اضافه این که امروز امکانات خیلی زیادی در اختیارش هست از نظر ارتباط جمعی که بشه امکانو میده که بتونه تصمیم شرکت کنه. میخوام بگم اینو خواستم بگم برای اینکه میشنیدم درباره رهبر نداریم رهبر ده. اتفاقا انقلاب 57 تا زمانی که جناب خمینی رهبر نشده بودن رهبری جمعی جامعه بود، خودجوش، عالی، بهترین تصمیم‌ها گرفته میشد به صورت خود جامعه. از اون وقت که این حضرت آقا اومدن تشریف آوردن شروع شد دو دهن زدن و دولت تعیین میکنم و آنچنان میکنم و اینچنین میکنم و ببخشید بعد یه خراب کردن. یه چیز دیگه هم خواستم بگم چون این رابطه شاید به شما بگین، برای همینم هم هستش که همین فرانسه احزاب رو به رکودن، چون احزاب ترکیبشون هرمی نمیتونه تعریف چیز بده، تعریف تصمیم گیری جمعی بده. بنابراین چون باید همینجور جامعه ها همینجور فرانسه تقریبا تمام احزاب منهای راستای افراطی و چپهای افراطی که بنا به تعریف رهبر سازن، بقیه جامعه دنبال حزب‌پرستی بیرون کردنه و میخواد شرکت کنه در تصمیم گیری. این درسایی است که ما فکر میکنم مهمه، که برای من مهمه. یه چیز دیگه هم خواستم بگم اینه که در همونجوری که آقای گفتن یه دروغی رو ساخته بودن که ما از چاله افتادیم تو چاه با انقلاب 57. البته دروغش چیه؟ برای اینکه ریشه تاریخی استبداد که برپای شاهنشاهیه هیچ ربطی به ریشه تاریخی استبداد که دستگاه استبدادینیه که از زمان مغان وجود داره تا الان نداره. دو تا ریشه متفاوته با دو تا نماد مختلف که اینا همیشه هم یه جوری با همدیگه همزیستی کردن. یکی رو بردیم یه ریشه رو، یکی دیگه مونده. اینا رو حالا فرض کنیم راست میگه. خلاص شما هم از چاله افتادید تو چاه، حالا کجا میخواید برید؟ به قول آقای خاتمی از یه چای بزرگتر، عظیمتر تکون نخورید؟ یا اگر میگید استقلال آزادی ایران، خب بگید. میگن خب توضیح واضحاته، میگن خب لطف کردید توضیح واضحات رو بفرمایید بگید. اگر واضح نیست الان وقتشه. این یک دروغه که میگن انقلاب ها فرزنداشونو میخورن. این دروغه. در هر مبارزه دو تا اندیشه مقابل همه، اندیشه‌ای که وفادار میمونه به اصول انقلاب و اندیشه‌ای که در انقلاب شرکت میکنه جای خالی شده استبداد قبل رو بگیره. اون این رابطه دو تا اندیشه وقتی مقابل هم قرار میگیرن هر کدوم بر اون یکی بچربن، البته قدرت‌های خارجی دخالت میکنن به نفع اونایی که دنبال این هستن که قدرت بگیرن بچربن، یه استبداد جدید از توی اون جنبش میاد بیرون و اون دسته‌ای که تو وفادارن به انقلاب آخرین مقاومت‌ها رو می‌کنن. اون جایی که طرفدارای انقلاب موندن فرزندی کسی خوشی نشد. یه چیز دیگه هم خواستم بهتون بگم. در انقلاب فرانسه لطفاً جمع‌بندی کنید. آقا فقط میگم بعد تموم می‌کنم. انقلاب فرانسه 150 سال بعد از انقلاب، 150 سال بعد از انقلاب بزرگترین جنایت ها شد به نام انقلاب. عده کمی شاهنشاهی برگشت، امپراتوری درست شد، عده کمی وفادار به اصول انقلاب فرانسه موندن. اینها تونستن بعد از 150 سال انقلاب فرانسه رو برگردوندن روی مسیرش. امروز فرانسوی افتخار میکنه که با وجود تمام اطلاعاتی در مورد اون جنایت ها شده و میدونه هیچ ربطی به انقلابش نداره، سالگرد انقلابش رو جشن میگیره. میخوام بگم یه چیزایی رو بدونیم، اگر مثل اینا نکنیم، تجربه رو ادامه ندیم، فکر رو ول کنیم، به هیچ جا نمیرسیم.
ممنونم. ممنون از شما و نظرتون. خانم بیرجندی فعال لطفا 3 دقیقه رو رعایت کنیم. ممنونم. آقای شایگان اگه اجازه بدید من منتظر میمونم خانم دکتر اگر میخوان صحبت کنن، من مشکلی ندارم، منتظر میمونم تا صحبت ایشون تموم بشه. خانم دکتر بفرمایید. خیلی ممنونم. خواستم چند تا موضوع بگم که مطالبی که دوستان اشاره میکنن تماما درسته و از جوانب مختلف داره موضوع رو بررسی میکنه. موضوع بحث امشبی که ما داریم در واقع این هستش، این روایت مشترکی که در ایران داره ساخته میشه و ریشش در هویت مشترک و این ایجاد این اتحاد و همبستگی در بین مردم هست، چطور این میتونه بیشتر تغذیه بشه و بتونه برسه به یه سرانجامی که در اون سرانجام در واقع یک تغییرات بنیادینی در نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و آموزش و پرورش ایران به خصوص رقم بخوره و این مسیر رو بتونه با حس هدفمندی و امید طی بکنه. خب دو چندین جور میشه این رو مسئله رو بررسی کرد. یک بودش این هستش که نگاه بکنیم به تاریخ و ازش یاد بگیریم و الگوهامون رو حالا ملهم شده از اونها یاد استفاده کنیم و ادامه بدیم که این یک چیز تجربه هستش که بشر در طول تاریخ استفاده کرده و یک نگاه علمی هم هست. یک موضوع دیگرش این هستش که یه بودش این هستش که ببینیم ما چقدر بستر این تغییرات رو در حال ساختنش هستیم. مثلا فرض کنید چه قابلیت هایی ما نیاز داریم که یاد بگیریم و پرورش بدیم در درون خودمون هر کسی که هستیم، برای اینکه بتونیم یاد بگیریم چطوری گروهی از نمایندگانی انتخاب بکنیم که اون نماینده ها صدای همه برای نفع همه باشند، یا چه قابلیت هایی رو باید یاد بگیریم که همونطور که گفته شد حتی وقتی یک تغییر سیستمی به وجود میاد، نظامی به وجود میاد، هنوز همه افراد حس مشارکت برای پایداری اون تغییرات و البته توسعه اقتصادی اجتماعی رو ادامه بدن. ما به چه نوع قابلیت هایی نیاز داریم که در اون قابلیت ها در واقع بتونیم سیستمی که میخواد در واقع سلطه‌گری بکنه، در مخصوصا در دسترسی به دانش عرض میکنم، حالا اینکه سانسور باشه یا سرکوب باشه و اینا رو دیگه فکر کنیم ازش میگذریم، چه قابلیت هایی نیاز داریم که تشخیص این قوای منفی رو بده که به نوعی انسجام اجتماعی رو از هم دور میکنه، چه قابلیت هایی نیاز داریم که بتونه مفهوم مشترکی از بعضی از ارزش هایی که به نوعی میتونه به انسجام اجتماعی قوت ببخشه رو در واقع پرورش بده. از جمله اون ارزش ها عرض کردن مثلا عدالت هست، مثلا تصمیم گیری جمعی هست، مثلا همکاری هست، پذیرش روش های نوینی برای تفکر کردن یا زندگی کردن هست، شنیده شدن همه صداها هست و ارج نهادن به اینکه ما نیاز داریم به فضاهای تبادل افکار. این قابلیت سازی بی برو برگرد نیاز به یک فضاهای یادگیری داره. هر کدوم از ما در هر مرحله از تحصیلات و سنی که هستیم فارغ از همه اینها نیاز داریم که در این فضاهای یادگیری یاد بگیریم چطوری این قابلیت هامون افزایش بدیم، برای اینکه بتونیم اون بینش، اون دورنما، اون آینده رو همه با هم رقم بزنیم. وگرنه که به نظر میرسه که هیچ اتفاقی نمیفته، فقط داریم یه عده برای یه عده دیگه نقشه میرزن و در نهایت بعد از اینکه حالا اگر هم به یه سرانجامی برسه تا یه مدت سکون هست به دلیل اینکه همه خسته هستن و بعد دوباره بعد از چند سال دو مرتبه شروع میشه. این موضوع قابلیت ساختن برای به وجود آوردن تغییرات بنیادین از طریق فضاهای یادگیری مسئله هستش که فقط منوط به ایران نیست و ما نمیتونیم هم جنبشی که در ایران داره اتفاق میفته، از نظر شخص من نمیتونیم جنبشی که در ایران داره اتفاق میفته رو یک جنبش صرفا ملی بدونیم، به دلیل اینکه
تغییر فقط ایران نمیتونه باعث بشه که واقعا ایران رشد بکنه. وقتی که روابطی که در حال حاضر ایران با کشورهای دیگه داره به نوعی ساختاربندی شده که به هر حال نفع بسیاری از سیاستگذاری ها در سطح بین‌المللی در اینه که ایران در چنین وضعیتی حالا باشه یا به هر حال هر شکلی که میدونیم، اینه که این فضای یادگیری و قابلیت سازی برای تغییرات یک نکته هستش که در کنار مجموعه چیزهای دیگه که داریم فکر میکنیم لازم هست. اون موقع هست که میتونیم انتظار داشته باشیم اگر نمایندگانی از بین اقوام و گروه های مختلف مردم انتخاب میشن، واقعا گروه های هستن، افرادی هستن که میتونن تصمیم بگیرن برای سیاست گذاری های کلان. چرا؟ چون برومده از یک گروهی هستن که همه با همدیگه قابلیتشون رشد کرده و همه همدیگر رو از لحاظ فکری در یک وحدتی وجود دارن. چون الان سطح وحدتی که هست فقط در سطح برادری اقوام و همکاری قوم داریم، کم کم با همدیگه این اتفاق میفته، ولی بالاترین سطح این وحدت زمانی هستش که بتونیم از لحاظ فکری به هم مکمل همدیگه باشیم. و این بودی هستش که من میتونم اضافه کنم به گفتمانی که در حال حاضر در جریان هست در گروه ما. بفرمایید. ممنون از شما خانم دکتر، مثل همیشه بسیار مفید و کوتاه. خانم بیرجندی شما صحبت میکنید یا آقای لایعه اول صحبت کنم؟ اول آقای لایعه، حالا خانم بیرجندی. من خیلی کوتاه عرض میکنم صحبتمو. اول باز قبلش بگم که اون اسامی که من بردم، دو نفر دیگر رو نگاه کردم، خانم نازنین بنیادی بود و آقای فریبرز زنده کریمی فکر میکنم این افراد بود، ولی خب این در واقع ائتلاف قابلیت اینو داره که تعداد خیلی بیشتری بهش اضافه بشه. حالا اینو فقط خواستم بگم خدمتون که اون اسمار فراموش کرده بودم. اما موضوعی که میخواستم دقیقا بهش اشاره کنم دقیقا موضوع همینیه که همینی که الان مطرح شده هم باز هم درش اون چطور بگم اون اتحاده وجود نداره. باز هم یک سریشون دارن میگن این نباشه من بیام، اون باشه من نیستم، من نمیام، من توی میدونید، یعنی توی این قضیه هم حتی متاسفانه باز هم اون تأثیراتی که باید نباید باشه متاسفانه اونا تأثیرات وجود داره و باز داره از این بابت هم باز داره آسیب میزنه. چون من الان هم با نظر شما آقای رایی، آقای رفیع واقعا موافق هستم، ولی باز متاسفانه دارم این بعدش رو نگاه میکنم که همچنان اون تأثیری که باید بذاره روی افکار عمومی رو در واقع تخریبش دارن میکنن، یعنی از تخریب کردن افراد استفاده میکنن و همچنان عدم اتحاد بین همین افر. مرسی. ممنون از شما. البته خانم بیرجندی فکر کنم این اسامی که شما نام بردید تو فضای مجازیه، ما جامعه ایران و صحبت مهمی تو فضای مجازی نیست دیگه. آقای رای بفرمایید. بله خیلی ممنون. چند نکته رو لازمه در رابطه با صحبت‌های خانم ثابت و نظرات کمی الان خانم بیرجندی دادیم روش فکر کنیم، توجه کنیم و حتی اگر پیشنهادی داری مطرح کنیم. یکیش این هستش که دموکرات با غیر دموکرات نمیتونن با هم بشینن دعوا نکنن. دموکراسی رو دموکراسی خواهان میتونن پیش ببرن، یعنی اونهایی که اداره جمعی رو قبول دارن و اونهایی که اعتقاد دارن به استقلال انسان به عنوان موجودی توانا، راحلیاب و موجودی که میتواند بگردد و مشکلات رو پیدا کند، توطئه ها رو پیدا کند، ایرادها رو پیدا کند و اندازه ها رو پیدا کند. پس بنابراین این صحبتی که خانم ثابت میفرمایند که باید با هم جلو بریم، فکر کنیم، رشد کنیم، صحیح است. به این علت که ما تو همین مدت 60 و چند روز ببینید رشد کردیم. از فرهنگ سازش اومدیم تو اینا، سالها سازش و یا مقاومت‌های پراکنده اومدیم اینجا. در این فضایی که الان قرار داریم کامل نشده، هی باید بریم جلو. در این فضا کیا بهترین ها هستند؟ یک از نظر من
اونهایی که میتونن به خود نگاه کنن و با شهامت از خود انتقاد کنن. اونهایی که گذشته خودشون رو میخوان پنهان کنن، اونها خطرناکن و میخوان با زرق و برق نشون بدن و با بوق و کرنا و رسانه هایی که در اختیارشون هست نشان بدن که بله ما توانا هستیم و میتوانیم، امکانات داریم و میگویند راه حل هم داریم، یعنی از الان نسخه رو برای شما داریم. اینا خطرناکن، اینا خطرناکن، برای اینکه اینا میخوان به جای مردم عمل بکنن. اصلا همین صحبت، طرز صحبت کردنش نشون میده به جای مردم بخوان عمل کنن. لازمه به چند نکته توجه داشته باشیم. همواره جنبش های ایران از کاوه آهنگر تا حالا همکاری چپ ها، یعنی اونایی که دنبال عدالت اجتماعی بودن، ملی ها و مذهبی ها بوده، یه جنایی از مذهبی ها بوده. اینها کسانی بودن که توانستن حقوق ملت رو تشکیل بدن، نیازهای اساسی یک ملت رو تشکیل بدن. این ستا که با هم همکاری بکنن و نشان بدن که با هم دیگه دارن همکاری میکنن، جنبش سرعت خواهد گرفت. تا زمانی که مثلا ملی ها جلو بیفتن یا مثلا چپ ها جلو بیفتن یا مذهبی ها جلو، به هیچ جا نمیرسیم، نخواهیم رسید. به این علت که این اختلاف و تضادها رو نتونستیم حل کنیم. اینجا حرف آقای شایگان درست در میاد. این لازمه این جبهه کلی نشان بدن که بعضی از اینها میتونن با هم همکاری بکنن و این همکاری اون اتحاد در خدمت حاکمیت مردم هست، حاکمیت جمهور مردم هست. نکته بعدی که لازمه توجه کنیم این هستش که موقعی که داریم از حاکمیت مردم صحبت میکنیم و از دموکراسی صحبت میکنیم، نمیتوانیم انتخاب بین حاکمیت مردم و انتخاب دیگه رو در نظر بگیریم. در فضای حاکمیت مردم میخوایم صحبت بکنیم، همه حاکمیت مردم رو میخوایم. نمیتوانیم در اینجا بگیم حالا مثلا یک استبدادی هم میشه تو این انتخابات شرکت، نه نشدنی نیست. حاکمیت مردم یک فضاست، در آن مردم حاکمیت خودشون رو انتخاب میکنن، نه حاکمیت دیگری رو. تا زمانی که مردم نخوان حاکمیت خودش رو انتخاب بکنن، حاکمیت دیگه یک اختلاطی به وجود میاد که قابل حل نیست. و در واقع در دموکراسی الان میبینیم دیگه، مثلا در دموکراسی شما دعوت میکنی یه حزبی در داخل دموکراسی، مثلا حزب سوسیالیست، نمیدونم حزب دموکرات، مثلا اینا میشه بهش پاسخ داد. اما یه مثلا حزب راست افراطی موقعی که دعوت میکنه مثلا به کنگره خودش، نباید در شرکت کنه. این خارج از دموکراسی هست. چرا خارج از دموکراسی؟ با اینکه ادعا میکنه داخل دموکراسی هست، برای اینکه مردم هراسه. حداقل اگه راسیست هم نباشه مردم هراس هست، زنوفوب هست، سگرگاسیونیست هست، یعنی این جبهه از مردم هستن و بقیه نیستن، یک خصوصیاتی. بنابراین خارج از دموکراسی. دموکراسی توانایی همه انسان هاست. و در اینجا لازمه به یک نکته دیگه توجه بکنیم و اون این هستش که میتوانیم، اما ما تنها نیستیم. سه نیرو با هم دیگه داریم فعال میکنیم. ما مردم داریم فعالیت میکنیم. نیروهای قدرتمداری جهانی دارن فعالیت میکنن و منطقی، و حاکمیت رژیم خودش هم داره فعالیت میکنه. در این فعالیت های این سه گونه ما اگر درست عمل بکنیم پیروز میشیم. درست عمل کردن ما چیست؟ درست عمل کردن اینه که همواره بر روی اداره جمعی توسط مردم، یعنی حاکمیت مردم، بیستیم و تمام معیارهای اون رو شناسایی کنیم، که یکیش استقلاله. به این علت که من خودم موجودم مستقل هستم، دخالت نمیتونم بپذیرم. دخالت کی؟ قدرت داخلی و قدرت خارجی. آزادی هست، یعنی داشتن تمام حقوق، نه هر تعریفی از آزادی. و بنابراین در این مرحله لازمه که برای اینکه گروه ها بتوانن همکاری بکنن، دو تا پیشنهاد میشه. یکی این است که گله‌گشاد تعریف کنیم که همه توش بگنجن، بگیم دموکراسی ها رو. یکی این که دقیق تعریف کنیم. موقعی که دقیق تعریف کنیم راه حل پیدا میکنیم. خیلی ممنون، مرسی. ممنون از شما آقای رای. البته باید این گروهی که شما میگین تشکیل میشه مورد وثوق مردم هم باشه دیگه، مورد وثوق عام هم باشه. آقای آل حمود بفرمایید. لطفاً من تشکر میکنم از خانم دکتر ثابت به خاطر ادامه بحث که بسیار نکات مهمی رو اشاره کردن. همچنین دوستان به نکات مختلفی اشاره کردن. من راستش میخواستم بگم به جناب آقای ری،
که شما میگید که چپ‌ها، ملی‌گرایان، مذهبی‌ها میتونن با هم همکاری و ائتلاف بکنن. دوست عزیز، من سال‌هاست چپ به عنوان یه چپ فعال بودم. شما از چه کدوم چپ صحبت میکنید؟ چپ یک طیفی وسیع از شرق عالم به غرب عالم رو شامل میشه. چپی که توش توده جا میگیره که اصلا فرهنگ وابستگی داره تا به اصطلاح همون طبق تئوری احزاب برادر، که یه برادر داداش بزرگی هست به نام حزب کمونیست شوروی که اینها منافع ملی رو راحت در جلو پای این حزب کمونیست شوروی سر میبرن، که ما که دیدیم خنجر زدن به مصدق، رهبر واقعا مسئول و ضد استعماری بود. تا من خودم چپم، من مصدق رو قبول دارم. بعد بیاین مثلا از اکثریتی ها رو بگین که در ماشین پاسداران نشستن و همین احزاب دوست و برادرشون که در زمان شاه با هم مبارزه میکردن لو دادن به آخوندا، همکاری کردن، حالا هم واقعا دستشون تو دست نه گذشتشون رو اومدن تحلیل کردن نه چیزی. این با معیار خودتون دارین میگین تناقض داره. از یه طرف میگین گذشتشون رو صادقانه بخونه، از یه طرف میگین بیاین نیروهای چپ بیان با این ملیگراها و اینا ائتلاف کنن. این دستگاه چیزیه. ببینید دوست عزیز، دوران احزاب الان نمیگم سپری شده، ولی ما در حال گذار از احزاب به جنبش‌های اجتماعی هستیم. اگر در همون فرانسه هم که نگاه بکنید، یک زمان حزب سوسیالیست چه 75% آرا رو درو می‌کرد. الان هیچ انتخابات ریاست جمهوری نیست که به دور دوم کشیده نشه. احزاب رسیدن به 10-15%. اونم چی؟ حزب مثلا این تو این دوره اخیر حزب سوسیالیست فرانسه و حزب کمونیست حذف شدن از اساس. کی اومد بالا؟ ماری لوپن، راست افراطی. بنابراین دوست عزیز، ما در حال گذار هستیم از احزاب سیاسی که در حقیقت پروسه چندان خوبی نداشتن، چون احزاب هدفشون چیه؟ به دست گرفتن قدرت. بعد مردم رو میکنن نردبان که برن به قدرت برسن. تمام. این مردم دیگه گول فریب احزاب رو نمیخورن. دوران جنبش های اجتماعی هست و رهبری هم با خرد جمعی صورت میگیره. کسایی که خودشون رو، همفکرهای خودشون رو در همین فضای مجازی پیدا میکنن. همین انقلاب ما هم اگر بخواین ماهیت رو شما ریشیابی کنید، میبینید این در واقع جنبش اجتماعی است که جوانانی در اینترنت همدیگر رو یافتن، همفکران خودشون رو یافتن و تر ریختن و رفتن. همین کاری که جلیز قزردان میکنن، همین کاری که بلک لایف ماتر میکنه، همین کاری که در ما هنگ کنگ شاهدش بودیم، همین کاری که بهار عربی رو خلق کرد در تونس و در کشورهای دیگه، همینه. ما ببینید این شخصیت ها، ببینید جامعه ما تا زمانی که شخصیت محور باشه، تا زمانی که در یه جامعه فرد و شخصیت انقدر پررنگ باشه، جمع جایی نداره. همین میاییم چیکار میکنیم؟ میریم سراغ شیرین عبادی و علی کریمی و مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون و نمیدونم رضا پهلوی و این رضا پهلوی که فرد نیست، اصلا این خودش بخشی از مشکله. دوستان خواهشان ببینید، ما کاری نیستیم. در داخل جوانها دارن عمل میکنن، دارن خط خودشون رو پیش میبرن. همین که شعاراشون میگه نخواهانه
این حکومت هستند، نه خواهان حکومت سیستم قبلی هستند، دنبال آزادی و دموکراسی هستند. بنابراین ما به جای اینکه بخوایم در مقام تصمیم گیری و خط دهنده باشیم، بهتره در مقامی باشیم که همراه باشیم با این جنبش و درک کنیم جنبش رو. من یکی هیچ به خودم اجازه نمیدم هیچ گونه پیشنهادی بدم، فقط من سمپاتی دارم و همراهی میکنم و به قدر توانم بهشون کمک میکنم و هر چی که اونا تصمیم میگیرن درست میدونم. سپاس. ممنون از شما آقای عالم. آقای پرویزی، در واقع پرویز بفهم، فقط لطفا 3 دقیقه رو دوستان رعایت کنید که به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت همه شرکت کنندگان محترم. بنده عبدالزاده هستم، اولین بار هست تو این جلسات شرکت میکنم ولی و دوستان رو خیلی نمیشناسم، ولی آخرین سخنران ما این آقای محترم یه حرفی زدن که برای من جالب بود. ببینید، الان به نظر من که خودم رو یکی از مردم ایران میدونم، مهمترین هدف ما باید الان به سمت هدف مشترکمون رفتن باشه که براندازی این نظامه. بقیه مسائل فرعیاته فعلا، و البته آخر بحثشون فرمودن که من همراهی با این جنبش میکنم، ولی به نظر من همراهی با جنبش نفی دیگران نیست. مگر آقای علی کریمی چشونه؟ آقای علی کریمی الان مطمئنم خیلی 100 برابر 1000000 برابر بیشتر از این آقا و ماها رو این جنبش الان تأثیر میتونه بذاره و میذاره. بنابراین کمک میکنه به پیشرفت جنبش و پیشبرد جنبش. یا آقای پهلوی، ممکنه من دیدگاهم اصلا شاهنشاهی نباشه، ولی الان ما نیاز به وحدت داریم، نه نیاز به نفی دیگران و یا یک گروه خاص و یا اعتقادات. اصلا به نظر من پایه استبداد و دیکتاتوری از همین جاها گذاشته میشه. وقتی من یکی رو قبول ندارم، خب چه ایرادی داره؟ یک مقداری از مردم ما، تعدادی از مردم ما سلطنت طلب هستن، اینو باید بپذیریم. هیچ به هیچ عنوان بخشی از مشکل نیستن. به عنوان یک بخش، یک طیفی از جامعه ما میتونن نظر داشته باشن. به هر حال در آینده ثابت خواهد کرد که اشتباه میکنن یا درست فکر کردن. مهم الان پس به نظر من پیشرفت و پیشبرد جنبش هست و نه نفی این جنبش یا نفی یک شخص خاصی که میتونه تأثیر مثبت روی این انقلاب مردم داشته باشه. متشکرم. ممنون از شما. آقای رفیع رو هم خواهم دکتر بشنوی و بس سخنان شما رو. 3 دقیقه وقت نمیدم. بله 3 دقیقه چشم میگم با سر 3 دقیقه. من خواستم بگم به دوست عزیزی که قبلا صحبت کرد، دوزنی اون آقای دوست عزیز چپ، به نظر من دادن نظر حق هر کسی. اینکه هیچ کس نمیخواد گوش کنه، خب گوش نکن. من که میتونم نظرم بگم، این خود سانسوری نکن. ما چیزی هستیم چیزی نیستیم، اینا حرفایی است که درسته. حرفتون درست باشه، واقع بینانه باشه، قابل اجرا باشه، از کره ما هم بیاد. اگه آدم ها خود سانسور نباشن، میقاپنش، میگیرنش، اجراش میکنن. ازتون تشکر میکنم. این اولین چیز. بنابراین این 1. 2، اون دوست عزیزی که قبلا صحبت کردن، شما میگید باید یک همبستگی رو بذاریم برام فقط وقت گذشتن. ببین جونم، مهم اینه که سانسور نباشه. شما ناخودآگاه داری دعوت از سانسور میکنی، میگی هیچی نکن، هیچ علائت نقدی از این از اون نکن، چون که این یه عده طرفدار داره، اون یه عده طرفدار داره، اون یکی یه عده طرف. ما که قشون کشی که نمیخوایم بکنیم، که بخوایم این قشونا رو جمع کنیم از جاهای مختلف با هم جمع کنیم بریزیم مقابل قشون اون مقابل قشون. میخوایم مانعی رو برداریم برای هدفی. هدف شخص من مانع با رسیدن ایران آزاد و مستقله که 3 تا انقلاب تالا برش شده، هیچ چی دیگه هم نیست. ایرانی مستقل آزاد، مانع ها رو باید برداشت. یکی از مانع ها
که بزرگتر از این رژیمه استبداد تو کله های ماست. اگه اون استبداد که کله های ما هست رو نخواهیم از ریشه کن کنیم، تصویری که از این پندارهای اکثریت ما میاد بیرون استبداد میماند. حکومتی که بر ما حاکمه تصویر اکثر پندار اکثریت ماست. این پندار رو تغییر ندیم، این تصویر رو جنبش کنیم، تغییر نمی کنه، شکلش عوض میشه. بنابراین خود سانسوری نکنیم، سانسور نکنیم، بذاریم افراد نظرشون رو بدن، حرفا رو بشنون و بهترین حرفا رو انتخاب کنن. و یه چیز دیگه عزیز جان، مانع رو هدف نکن. هدف مهمه، مانع ها رو یکی دوتا هم نیست. بازسازی ایران به شما بگم از الان، از گذشتن از استبداد فعلی خیلی سخته. اگر اینو بگم خانه ششم بنا به حرف فردوسی، گذشتن از استبداد، خانه هفتم که رستم ها میخواد، بازسازی ایرانه. بنابراین خیلی باید تغییر کنیم. ممنون. ممنون از شما رفیق خانم دکتر. حدوداً 20 دقیقه به پایان جلسه زمان داریم صحبت‌های شما رو بشنویم و اگر جمع بردیم. من خیلی کوتاه و میخوام بگم که جوهر همه صحبت‌هایی که دوستان توی اشکال مختلف اون رو بیانش کردن با توجه به تجاربشون و دانشی که داشتن، جوهر همش این بود که ما واقعا باید بتونیم یاد بگیریم و این قابلیت رو در خودمون پرورش بدیم که چطوری به اتحاد برسیم، فارغ از اینکه از چه حزب سیاسی یا قومی یا مذهبی یا جنسیتی یا سنی یا کجای این دنیا نشستیم. و این وحدت سیاسی چیزی نیست که با تغییر یه رژیمی به وجود بیاد. در واقع همطور که هممونم میدونیم، یک فرایندی هست از یاد گرفتن اجزای این مفهوم بزرگ وحدت سیاسی. و اساساً نیاز به این داریم که همطور که از اول جمعم عرض کردم خدمتون و مرتباً هم بعضی از دوستان اشاره کردن بهش، اینکه ما تا چه اندازه یاد میگیریم این مفاهیم و ارزش‌هایی که لازم داریم. اینکه درباره اون دورنمایی که از ایران داریم میسازیم صحبت میکنیم، هنوز که هنوزه هیچ کدوم از ما تو این چند تا بحثی که داشتیم به اجزای اون اشاره نکردیم. شاید این یکی از اون جاهایی هستش که عرض کردم فضاهای یادگیری برای همه ما این هستش که یاد حداقل بتونیم با هم به این نتیجه برسیم که وقتی از اون آینده دورنمای از ایران صحبت میکنیم، درباره چه چیزایی داریم صحبت میکنیم. مثلا فرض کنید اگر ما همچنان هم با لنز اتحاد نگاه میکنیم، اتحاد بین اقوام و حفظ تنوع فرهنگی در ایران، و منظورم از تنوع فرهنگی تنوع در واقع زبان هست، مذهب هست، قومیت هست، موسیقی، هنر، همه اینها، ما چطور هنوز هم میتونیم با لنز وحدت نگاه کنیم برای حفظ این تنوعها؟ و اون وقت اگر اینطوری داریم نگاه میکنیم، چه نوع سیستم آموزش و پرورشی طراحی خواهد شد؟ اون سیستم آموزش و پرورشی قرار این رو در واقع انجام تحقق بده، محقق کنه، چه نوع مواد آموزشی خواهد داشت؟ و این مواد آموزشی و این سیستم آموزشی نه فقط برای بچه هایی هستش که مدرسه میرن، بلکه برای همه افراد، یعنی همه شهروندان در یک سیستم آموزشی مداومن شرکت میکنن، برای اینکه در هر حالتی و در هر سنی و در هر زمانی نیاز به مشارکت فعال و سازنده اونها در جامعه هست. نه اینکه در زمان هر 4 سال یه مرتبه موقعی که رای گیری میشه اگر رای بدن یا ندن. و این آموزشی که داریم ازش صحبت میکنیم، همونطور که دوستان گفتن، هم باید ابعاد فردی داشته باشه، یعنی من بتونم توانایی هایی که دارم رو رشد بکنم، چه به لحاظ عقلانی، چه به لحاظ مهارت های اجتماعی، چه حرفه‌ای، چه اخلاقی، و هم بتونم قابلیت هایی که به من کمک میکنه در جامعه مشارکت مؤثر داشته باشم، در سیاست گذاری های مختلف بتونم در واقع این قابلیت هایی که لازمه پرورش بدم. ولی ما هنوز حقیقتش اینه که خیلی راحت گیر میکنیم توی در واقع این دوگانگی هایی که برای ما به وجود آوردن، و هنوز هم بعضا فکر میکنیم
یکی پیوستن به یکی یا رد کردن دیگری باعث در واقع موفقیته. و قطعا میخوام این موضوعی که یکی از دوستان بهش اشاره کردن که حاکمیت هم بخشی از این تغییره، ما به یه شکلی نمیدونم آگاهانه است یا ناآگاهانه بخش سیستم رو به کلی گذاشتیم کنار و فکر میکنیم این باید محو بشه، از بین بره. همطور که یکی از دوستان گفتن ممکنه این سیستم از بین بره ولی نوع تفکرش همچنان باقی میمونه، ما با اون میخواییم چیکار کنیم؟ بنابراین در ضمنی که تمام این تجمعات و این اتفاقات داره اتفاق میفته و میره، این یادگیری ها و این پرورش افکار هم باید در کنارش باشه، وگرنه حقیقتا ممکنه یه تغییر اتفاق بیفته ولی بازم در یه لولی از سطح خواهد بود، نه اون عمیقی که همه ما انتظار داریم که واقعا رفاه کل نه فقط ملت ایران بلکه کل مردم رو در بر بگیره و امنیت برای همه در بر. ببخشید، بفرمایید. ممنون از شما خانم دکتر. آقای رایی، صحبت شما را بشنوید و بعد جمع‌بندی جلسه. بله، خیلی ممنون از صحبت‌های خوبی که داره میشه. از قضا راه حل همین، یکیش همین گفتگو کردنه و ارزش گفتگو. من به چند تا مسئله اشاره میکنم. یکی این که توجه داشته باشیم که قرن بیستم قرن شکست ایدئولوژی ها بوده و کسانی که ایدئولوژیک فکر میکردن مثل مارکسیست لنینیست ها یا حتی استالینیست ها، اونها دچار بحران فکری هستن، اما به این صورت نیستش که هیچ چیزی رو نبینن. بنابراین یک نکته این. دو، من چپی که گفتم آقای الحمودی مارکسیست فهمیدن، مارکسیست یا مارکسیست لنینیست فهمیدن، من منظورم عدالت اجتماعی بود. در بین همون چپای مارکسیست هم شهرهایی هستن، بین همون ها هم چهرهایی هستن که تغییر کردن و به تغییر از قدرت مداری به طرف حقوق کردن. نمونهش آقای شیدان وسیر، آقای شیدان وسیر، آقای مجید زربخش، آقای احمد ابری، اینا کامل تغییر نکردن و تغییر کردن، یعنی به حقوق اعتقاد پیدا کردن. جهت حرکت از قدرت مداری به حقوق رو چپهای عدالت خواه تی کردن، اما عدالت خواه حتما چپ مارکسیست نیستن، چپ هم متا چپ مارکسیست نیستن. خود من هم چپم، هم ملی هم، هم مذهبی هم، ستاش. برای مذهب برای من فقط حقوقه، هیچ چیز دیگه نیست. ملی از نظر من به معنی استقلال و آزادی در اداره کردن حاکمیت مردمی هست و چپ بودن هم عدالت اجتماعی هست، به مفهوم این که عدالت رو تشخیص حق از ناحق، میزان حق از ناحق میدانم و حق هم برابری همه هست و بنابراین صحبتهایی که قبلا کردیم. نکته دیگه که آقای پرویز اشاره کردن، گفتن الان براندازی اصل است، توجهشون رو جلب میکنم به این که روح الله خمینی سال 57 گفت شاه برود ابن زیاد هم بیاید بهتر است. دیدیم که خودش بدتر از ابن زیاد شد. این فکر که ما حالا وقت موقع گفتگو نیست، بعدن گفتگو میکنیم، بعدن راه حل رو پیدا میکنیم، خطرناکه. سازمان مجاهدین سالش از همین حرف میزد، الان موقع بحث نیستش که به سوالا جواب نمیداد، نقدا جواب نمیداد. نمونه وارونش رو براتون بگم. زمانی که در زمان اشکانیان ما حمله کردیم به یونان، همین بحثا بین جنرال های یونانی بود. بعد میگفت الان موقع بحث نیستش که، یه جنرال گفت الان اگه با هم بحث نکنیم بعدا اختلاف پیدا میکنیم، توی جنگ هم موفق نخواهیم شد، الان موقع بحثه. و گفتگو کردن و پیروز هم شدن، ما رو شکست دادن. پس لازمه توجه بکنیم که براندازی نفی، اثبات لازم داریم. اثبات هم به صورت حقوقی لازم داریم، یعنی من محتوای حقوقی دارم، من با این محتوای حقوقی خودم تشخیص میدهم و بنابراین در اندیشیدن با همدیگه کمک میکنم، فکر میکنم و بالا سبک و سنگین میکنم. بنابراین یک فکر خطرناک با بین ما ایرانی ها رو لازم بهش توجه داشته باشیم. یه دی خود محورن، خود رو بالا میبینن، یه دیم خودشو هیچ میبینم. این هیچ هم همونقدر خطرناکه که اونهایی که
خودمحوران و خودشو بالا میبینن. ما ذره ای از جمع هستیم که همون ذره ارزش داره. موقعی که بگیم هیچی مرزی بی خودمون رو بی ارزش کردیم، این خطرناکه. و بنابراین نمیدونم خس و خاشاک دیدن خطرناکه، نمیدونم منفی بافی کردن خطرناکه، و خود رو دیدن برای خود ارزش قائل بودن، حتی ارزش شنیدن و در دخالت کردن، این خودش یه قسمتی از دموکراسی هستش. بنابراین توجه داشته باشیم که در اروپا 200 سال روشنفکرا بار حقوقی جامعه رو بر دوش کشیدن تا جامعه تغییر کردن. این بار حقوقی رو لازمه بر دوش بکشیم اونایی که میتوانیم. این بار حقوقی کاری یه روز دو روز نیستش. نکته آخر که خانم ثابت اشاره کردن کاملا موافق هستم، این حاکمیت رو نمیدونم هیولا حساب کردن، نمیدونم بیشور حساب کردن و اینها خطرناکه. این دشمنی هست که هوش داره، هوش تاکتیکی داره و لازمه شناسایی بشه و ببینیم چه کار میکنه، معرفت ما بر معرفت اونا بچربه. اگر نه، او از اون امکاناتی که داره استفاده میکنه، امکانات سرکوب داره، امکانات تفریح انداختن داره، امکانات تجزیه انداختن و خریدن داره، همین کارا رو میکنه و لازمه ما همه اینا رو توجه کنیم. یعنی در این جنگی که این سه قوای دولتی و سلطه‌گران جهانی و ما مردم شرکت داریم، لازمه که در اینجا بتوانیم معرفت حقوقی خودمون رو روز به روز گسترش بدیم و اجازه دخالت ندیم. و در این رابطه لازمه به این نکته توجه کنیم که سابقه ما از صفر شروع داریم نمی کنیم. سابقه اشخاص و جهتی رو که از قدرت مداری به طرف حقوق مداری طی کردن رو لازم شناسایی کنیم. بهترین راش اینه که خودشون توضیح بدن از کجا به کجا آمدن و بنابراین قضاوت نکنیم روی این که این خوب انجام داد و این که بد انجام داد. قضاوت بکنیم روی این که اون اشتباهی کرد، اشتباهات خودش تصحیح کرد یا نکرد، ترمیم کرد یا نکرد. بهترین آدما اینا هستند که خودشون رو میتونن ترمیم کنن، جرأت نگاه کردن به خودشون رو دارن و بنابراین این خودش معیاره که من بهترین ها رو انسانهایی بدانم که ترمیم میکنن، جبران میکنن و جهت حرکتشون به طرف حقوق بوده، به طرف آزادی بوده. مرسی خیلی ممنون. ممنون از شما آقای رایی عزیز. ضمن عرض ادب خدمت آقای شفایی و خوش آمدگویی، خانم دکتر صحبت‌های پایانی شما را هم بشنویم و بعد جمع‌بندی جلسه. فکر می‌کنم خانم بیرجندی می‌خواستن صحبت کنن، اگر که مایل باشن هنوز چند دقیقه صحبت کنن. من فقط شاید یه خط بگر نه. بله خانم بیرجندی بفرمایید. ممنونم، مرسی خانم دکتر ثابت عزیز. من خیلی کوتاه عرض میکنم، بازم صحبت هایی که شد بسیار عالی هستش و واقعا باید این اتفاق بیفته، از جمله فرهنگ سازی، از جمله درک از دموکراسی و و و خیلی صحبت های دیگه در این مورد شد و همطور صحبت های شما راجع به همون آموزش، پرورش و همه این چیزایی که باید اتفاق بیفته. اما من فقط کوتاه میخوام اینو بهش الان اشاره کنم که اگر صحبت از گذار از جمهوری اسلامی الان یا مثلا صحبتی که آقای پرویز اگر اشتباه نکنم گفتن، صرفا به خاطر این ماشین کشتار جمهوری اسلامی که راه افتاده، الان این کشتاری که داره انجام میده، من فکر میکنم یه موضوع خیلی مهمیه که باید اینو در نظر بگیریم و اون بحث فرهنگ سازی یا اتفاقاتی باید بیفته با توجه به این که نه اینترنتی در ایران درست هست، نه اطلاع رسانی به مردم ایران درست میشه. من گاهم میبینم که خیلی از مردم از خیلی چیزا اصلا خبر ندارن یا شاید رسانه‌شون همون صدا سیمای ملی خودشون باشه. میدونید این خیلی تأثیر داره و اینا همه اون حتی همون درصدی از اون قشر خاکستری که ما راجع بهش صحبت کردیم، افرادی هستن که واقعا رسانه‌ای ندارن، اطلاعاتی ندارن، خبر از چیزی ندارن. پس در نتیجه اینجا ما یه سری از صحبت‌ها رو واقعا باید بذاریم در زمانی که رسانه آزاد داشته باشیم که افکار عمومی ذریب افکار بتونه صورت بگیره، گفتمان صورت بگیره. الان جناب آقای رایی فرمودن گفتمان، ما الان گفتمان باید شروع بشه از یه جایی، متاسفانه اونم نداریم. الان تو این جمعی که ما داریم الان صحبت میکنیم یک نفر از ایران نیست،
که بشنوه این صحبت ها رو. میدونید این خیلی مهمه که این صحبت هایی که میشه مردم هم بشنوه، درصدی از مردم هر چقدر تعداد کم باشه اشکالی نداره، ولی به هر حال دهن به دهن و گوش به گوش میرسه. اما متاسفانه به خاطر اینکه حتی الان حرفمو کوتاه میکنم، حتی الان در مورد مبارزات خیابانی هم مردم اطلاعات ندارن، اصلا نمیدونن چی کار باید بکنن. اینا خیلی تاثیر داره توی این جنبش و انقلابی که هستش. مرسی، متشکرم. مرسی از شما خانم بیرجانی خان. دکتر بفرمایید، خدمت شما هستم. خواهش میکنم. اولا خیلی عالی بود گفتگوی امشب، خیلی مطالب حقیقتا هم عمیق هم از جوانب مختلف بررسی شد. اینکه ما نداریم واقعا فضاهایی که گفتگو کنیم معنیش اینه که، ولی وقتی میتونیم فکر بکنیم بهش، یعنی اینکه قابلیتشو داریم که یا بسازیم خلق کنیم این فضاها رو، یا اینکه از نگاه کنیم ببینیم فرصت‌های موجود کدوماش کمک میکنه که این فضای گفتگو به وجود بیاد برای اینکه اندیشه‌های ما رشد بکنه و حداقل غذای به افکار ما و همه ما برسه تا بتونیم این قابلیت‌هایی که لازم هست برای ایجاد تغییرات رو پرورش بدیم. فقط یک جمله دوست دارم بگم، اونم این که بهترین سیاست‌گذاری برای یک انسجام اجتماعی که بتونه یک اتحاد پایدار رو به وجود بیاره این هستش که ما به اولی ترین اشتراکی که هممون با هم دیگه داریم نگاه کنیم، و اون این هستش که همه ما انسانیم، فارغ از این که از کدوم حزب و دسته و فکر و جنس و رنگ و قوم و این حرفا میایم. و اگر از این راه اگر بریم، وحدت پایدار زودتر به نتیجه میرسه و انسجام اجتماعی، حداقل تغییر روابط در انسجام اجتماعی مفیدتر و پرثمرتر خواهد بود. وگرنه اگه بخوایم از راه برعکسش بیایم، یعنی ببینیم چطوری احزاب مختلف رو بیاریم کنار همدیگه بشینیم که تا حالا به قولن با هم مختلف بودن، یا اصلا علت این که شدن دوگانه و سگانه و چندگانه و احزاب مختلف به وجود اومد یا اقوام یا ادیان مختلف، برای این که میخواستن هویت‌های متفاوت بسازن و این اساس این بود که از هم جدا شدن. حالا ما میخواییم بگیم نه بیایم بشینیم کنار هم دیگه، این راه مشکله. ولی از اون بر اگه بیایم هر که هر چی هست باشه، محترم باشه، ولی روی اولی ترین چیزی که با هم مشترک هستیم، یعنی انسان بودن، روی این نگاه کنیم، اون وقت بپذیریم که چطوری با این تنوع فرهنگی، حزبی، قومی، مذهبی میتونیم با هم واقعا گفتگو کنیم و یک قابلیت‌های مشترکی رو به وجود بیاریم، یا روایت مشترکی که ساخته داره میشه در ایران رو به یه سرانجام و فرجام برسونیم و انشالله که ادامه پیدا کنیم. بازم خیلی ممنون جناب شایگان و همه دوستان عزیز، بسیار عالی بود. مرسی همیشه. من ممنونم از شما جناب سرب خانم دکتر ثابت عزیز. منم با شما موافقم، امروز یکی از واقعا بهترین نشست هایی بود که توی این 60 و چند روز کانون داشت. واقعا من خودم شخصا خیلی استفاده بردم از شما. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و حضور داشتید. از همه همکاران، از همه میهمانان گرامی، آقای رای، آقای آل همون، آقای رفی و همه دوستان، همه عزیزانی که نظر دادن تشکر میکنم. واقعا امروز جلسه خیلی خوبی داشتیم، جمع‌بندی هم که شما فرمودین. من فقط لازم میدونم که از همکارانم که من رو یاری کردن در این جلسه تشکر ویژه کنم. ضبط صدا و ادمین ها آیلار اسماعیلی، سعید پورمن و سمانه بیرجندی. من رضا شایگان مسئول جلسه بودم و در ساعت 19:57 دقیقه ختم جلسه رو اعلام کنم. سپاس از همه که تا این لحظه با ما همراه بودید. آقای پرویزی دست بلند کردیم، بذارید بشنویمشون، بذارید بشنویمشون تا برنامه تمام نشده. آقای پرویز بفرمایید. عذرخواهی میکنم، من فقط یه نکته میخواستم عرض کنم به آقای رایی. من هیچ منظور اینو نداشتم، از صحبتام احتمالا سوء برداشت شد. منظورم این نبود ما گفتگو نکنیم آقای رایی، گفتم همدیگر رو نفی نکنیم. فقط همین نکته رو خواستم که به استحضار همه عزیزان برسونم. متشکرم، شب شما بخیر. شب همگی بخیر. ممنون از شما و همگی خسته نباشید.